عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. ایمان هستم، کوچ تحول، توانمندسازی، استراتژی، رهبری و همچنین مشاور کارآفرینی کسب و کارم. با یک لایو دیگه در خدمتتون هستم تا بتونیم از یک دریچه متفاوت به زندگی یک از فارسی زبانان تاثیرگذار دنیا نگاهی داشته باشیم. اگر صفحه من از قبل دنبال کرده باشیم، با فرآیند لایو آگاه آشنا هستیم. اگر هم به تازگی به جمع دوستان من پیوسته باشیم، باید به این نکته اشاره کنم. ما در این لایو ها هدفمون اینه که مسیر رسیدن به اهداف رو از زبان ایرانی تاثیرگذار سراسر دنیا بشنویم. خیلی از این دوستان میگن که اعتقاد راسخ به مسیر و کاری که انجام میدن قابل اعتمادترین و محکمترین عصای دستشون توی روزهای ناامیدی است. قصد داریم از تلاش ها، ناامیدی ها، امید ها و انتخاباشون آگاه بشیم که میتونه تاثیر بسیار مطلوبی روی زندگی ما بذاره و ما رو روی مسیری که داریم ثابت قدم تر کنه. ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید و این لایو رو میبینید. سپاسگزارم. خب من سلام مجدد عرض میکنم به دوستانی که از طریق پادکست دارن گوش میکنن و بینندگان محترم. مهیار جان خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین. اگر برای دوستانی که شما رو نمیشناسن خودتون رو کوتاه معرفی بفرمایید ممنون میشم. بله، من اسمم مهیار سالکه، متولد 1362. عرضم به حضور شما که یه دختر یه سال و نیمه دارم دیگه و توی امریکا تو نزدیک سان فرانسیسکو یه جایی که بهش میگم به ایریا زندگی میکنم. از نظر شغلی هم کوفاندر و سی تی او یه شرکتی هستم به نام دیپسل و قبلش هم حالا جاهای مختلف گوگل، مایکروسافت، یه شرکت دیگه که خودم تأسیس کرده بودم اینا بودم. تحصیلات هم چیز لیسانس و شریف بودم مهندسی کامپیوتر و بعدش اومدم آمریکا یو اس سی دکترای کامپیوتر گرفتم. خب خیلی هم عادی. مهیار جان شما کامنت ها رو میبینین یا من تنها میبینم؟ نه، من فکر کنم فقط بعضی وقتا یه سری قلب میبینم که آها خب اوکی، چون من فکر کنم باگ خوردم، کامنت واسه من آف نمیشه، ولی خب جالبم هست، تجربه خوبیه. خب خیلی ممنون مهیار جان. الان من مستقیم میرم سراغ سوال اول که فکر میکنم خیلی واسه هممون جذاب هست. مهیار جان توی امریکا تونستن هم از کمپانی‌های بزرگ و هم از کمپانی خودشون تجربیات خوبی رو به دست بیارن. ما میخوایم برگردیم به روزهای نوجوانی شما، روزهایی که دانش آموز بودین و از اولین قدم هاتون توی حوزه‌ای که فعالیت کردین بشنویم. چه کلاسایی می‌رفتین، چه دورایی رو می‌گذروندید و یه سوال کلیدی هم هست که آیا مدرسه تیزوشان می‌رفتین؟ مدرسه‌شون نه، نمی‌رفتم. نه، اصلا خیلی اون موقع تو فاز این که مثلا فکر کنم مدرسه‌شون راستش یه بار امتحان تیزوشان دادم ولی یادم نیست چی شدش. میام خیلی تو فاز نبودم من. عرضم به حضور که چی کار میکردم و اینا. سوالتی میتونی چه کلاس هایی میرفتم ها؟ بله بله، اولین قدم هایی که تو تخصص فعلیتون از اون سن برداشتین چی بود؟ چه کاری رو میکردین؟ آیا کلاس جانبی مثلا کامپیوتر تو حوزه تکنولوژی چه فعالیت هایی میکردین؟ خیلی همون اون موقع تو بحثه روباتیک و کیت ساختن و کیتای برقی و یه سری کار اختراعی کوچولو موچولو کار میکردیم. شما تو اون قسمت ها چقدر فعال بودین؟ من بچگی خیلی، حالا این البته پترنیه که بعدنم تکرار میشه، به خیلی چیزهای مختلف علاقه داشتم. یعنی مثلا علاقه هم به یه چیز خاص نبود. خب کامپیوتر موقعی که خریدم مثلا فکر کنم کلاس پنجم دبستان یا مثلا اول راهنمایی بودم، اصلا کاملا چی میگن لومیه به که مثلا کارهایی که میشد باهاش کرد و اینا که مثلا الان اون کارا خیلی چیزا، مثلا چه میدونم پینتو باز میکردم، فقط همون نقاشی کردم باهاش اصلا کلا منو چیز میکرد. و حالا چیزای خیلی ساده بگیر تا اینکه فکر کنم دو سه تا تابستون از زندگیم فقط مثلا بازی کامپیوتری گذشت و داشتم چیز میکردم، بازی میکردم. ولی حالا به غیر از کامپیوتر خیلی کارهای دیگه میکردم. مثلا من خیلی تو موسیقی چیز بودم، علاقه من بودم، فعال بودم. مثلا حتی یه موقعی شد که فکر میکردم مثلا کلا درسو بذارم کنار، مثلا برم موسیقی، گیتار بیشتر از همه گیتار بزنم، خب سازهای دیگه هم میزنم.
بعد عرضم به حضور که میگم باز کارهای مثلا نقاشی مثلا خیلی دوست داشتم میکردم، و یه جوری هم حالا الان که برمیگردم یه علتی که انقدر علاقه به سیستم داشتم شاید از نظر خانوادگی بوده، چون مثلا از طرف مثلا پدر خب مثلا بابام کارآفرین بودش و مثلا خیلی چیز بود، مثلا خانواده مادری خیلی آکادمیک بودن و خیلی مثلا کارهای درسی اینا میکردم، و من مثلا هر دو تا رو یه جوری مثلا دوست داشتم و سعی میکردم بگم که خب مثلا چیزه کجا این دو تا چیز میتونن با هم میت بکنن. تو فکر تاودی جواب دادم سوالو؟ کامل، خوب، خیلی عالی. چقدر خوب این که شما در کنار درستون حالا یه هنر خیلی خوبم یاد گرفتین، موسیقی، یا اینکه به هر حال رو کامپیوتر مثل درگیر بودین. میخوام ببینم حالا ما هممون تقریبا توی یک فضای مشترک بزرگ شدیم توی ایران، اما تأثیر سافت اسکیلا رو توی بزرگ شدن خب خیلی هممون میدونیم که بالاست، و اینکه خیلی از نقاطی که ما تو دهه 30 زندگی یا دهه 40 زندگی فتحش میکنیم توی شغلمون و توی بحث آکادمیک، بحث سافت اسکیل واقعیتش اینه که ما بتونیم از مهارت‌های نرممون درست در جای درست استفاده کنیم، ارتباطاتمون، اعتماد به نفسمون، پرزنت کردنمون. میخوام ببینم از نظر شما تأثیر سافت اسکیلا برای اون سن و سال چطور بود؟ آیا نیاز این که ما بتونیم در کنار درسی که میخونیم بچه‌ها رو به یه سری مهارت‌های ارتباطی خوب در واقع درگیر کنیم و اینکه بتونیم اونا رو در دانشون تقویت کنیم چه جوری هست؟ من پرانتزم باز کنم، دلیل این سوال اینه که یه بخشی از مخاطبین لایو های ما مادرها و پدرهایی هستن که فرزنداشون توی سن های اسکول یا کمتر هست، و اینکه بتونن در کنار ده تقویت مهارت‌های حالا تخصصی فنی رشته مثل حالا مهارتایی که به دانشگاه و مهارتای آکادمیک نیازه بتونن دانشجوها و دانش آموزا رو بفرستن یه سری کلاس‌های جانبی برای تقویت مهارت‌های ارتباطیشون، از نظر شما چقدر مهمه و چه جوری میتونیم این کارا رو انجام بدیم؟ ببین فکر می‌کنم الان دیگه حالا شاید مثلا زمان ما اصلا لغت سافت اسکیل یا مهارت‌های نرم مثلا برای ما ایرانی اصلا معنی نداشت، ولی الان فکر میکنم برای آدینس شما خب خیلی یه امپیزی شناخته شده است. و ببین من جوری که بهش فکر میکنم یه ذره حالا فلسفیش بکنیم، قسمت فلسفیش اینه که هوش چجوری ساخته میشه. هوش توی ذهن، توی مغز ما یه سری ارتباطات بین یه سری نورانه، درسته؟ چی و خیلی وقتا آدمایی که مغز گسترده تری یا دیولوپ تری دارن اصطلاحا میگن این پثوی های مغز مرتبط تره با هم، درست؟ این واقعا حالا کانستراکت هوش حالا توی مغز ما اینجوریه، و یعنی اون کسی که مغز بزرگتر داره هوشمند نیست، مثلا چه میدونم فیل هوشمندتر از آدم نیست، اونی که اون موجودی که ارتباطش بیشتره توی مغز چستره. و خب این ارتباطات، من اینجوری اون هوشو میگم خب ما یه باوندری پوستی که داریم یه باوندری آربیتریه، خب حالا از اینجا به بعدم واقعا یعنی که ما چطوری با بقیه یونیت های هوشمند در ارتباطیم و میتونیم چیز بکنیم و میتونیم پیغام بدیم و بگیریم، یه جورایی همون هوشه، منتها داریم چیزو مرز رو از آدم برمیداریم و بین آدم های مختلفه میدیم. واسه همین خیلی فرق اساسی بین سافت اسکیل و هارد اسکیل از ذره به نظر من از ذره فلسفی خیلی وجود نداره. جفتش اینه که ما آقا چطوری میتونیم سریع کار بکنیم، چطوری میتونیم با هم این ارتباط، این پیغامای هوشمند رو رد و بدل بکنیم. حالا این از قسمت فلسفیش. قسمت ها بیاییم رو زمین. داستان اینه که خب آره مهم بودنش خیلی مهمه. من تجربه هم اینه که اینجور چیزا خب خوب آدم مهارت چیزم داشته باشه و مثلا من هم کلاسش وجود داره یا نداره اینا، ولی خود زندگی کردن همه جانبه، مثلا اینجا خیلی مثلا میگن طرف well rounded skills داره یا زندگیش پره، همه کاری کرده، اون زندگی کردن همه جانبه خیلی کمک میکنه که به صورت خیلی طبیعی و معمولی اینجور اسکیلا دیولوپ بشه، تا اینکه مثلا شما برید
یک کتاب مثلا چیز بگی، نمیگم اون بده ها، اونم خوبه، ولی فقط اون کافی نیست. بعد خودتو بندازی وسط آب و اولا لذت شو میبری. فقط هم زندگی هم فقط نیستش که ما یه سری مدارج و چیزا بگیریم و بگیم آقا من این چهار تا کلاس رو رفتم، این پنج کتاب رو خوندم، آخرش که چی؟ اصلش همون مسیر است که میخوای لذت شو ببری و این باعث میشه که تو مسیر لذتش هم ببری. فقط این نباشه که بگی من همه این کار رو میکنم تا یه روزی به یه جایی برسم که اون موقع خوشحال باشم. اون مسیر خودش خیلی مهمه. خیلی هم عالی، مرسی. این که خودمون رو بندازیم تو مسیر، چه جمله طلایی خوبی. خب شما تو دوران مدرسه مسیر رو طی کردین، نزدیک کنکور شدین، چه رشته انتخاب کردین و چی شد که اون رشته رو انتخاب کردین و چه جوری کنکور رو دادین؟ آره کنکور خیلی یه چیزی بود دیگه، میگن احتمال اصلاحی یه وایلد کاردی بودش، چون میخوام مثلا دارید کارتو میکنی، درس داری میخونی، اینا یهو یه سالی میشه میگن امسال مثلا کنکور داری و این کنکورم واقعا خیلی خوب چیزی نمیدونی راجبش که چقدر مهمه. آیا مثلا اگه یه سال بعد بدی سال دیگه مثلا چه اتفاقی میفته و حالا بعدش هم چه دانشگاه هایی و اینا. برای من اینجوری بودش که خب من اول راستش دوست داشتم، مثلا بچه که هستی میگی آقا دوست داری چی کاره بشی، من چون حیوان خیلی دوست داشتم، بازی که از علاقه من این بود که مثلا سگ و گربه و اینا خیلی دوست داشتم. حالا تو اون حالت بچگی گفتم که من دوست دارم زیست شناس بشم، برم زیست شناسی. بعد که یه ذره چیز شدش مثلا دبیرستانش که واقعا زیست شناسی اومد بوده، خیلی دوست داشتم، ولی چیزی که اذیت هم میکرد زیست شناسی بود که خیلی لغتهای خب لاتین باید حفظ میکردی و من اصلا زیاد حفظیات لغت لاتین هم اصلا خوب نبودش و به این نشستم که زیست شناسی معادله اینه که من باید لغت لاتین حفظ کنم، به این نشستم بس من زیست شناسی خوب نیست. ولی خب چیزی که خوب بودش ریاضی بود، مثلا ریاضی و فیزیک و چیزا رو هم دوست داشتم، هم خوب بود. بعد و حالا چیزهای دیگه هم دوست داشتم، مثلا گفتم موسیقی دوست داشتم، مثلا همین ادبیات و فلسفه و تاریخ و اینا هم خیلی دوست داشتم و تو اونا هم خب به این نتیجه حالا اطرافیانم اون محیط جامعه من هم این نشسته بودن که آره اگه بخوای برید دنبال تاریخ مثلا خیلی آینده شغلی خوبی نخواهی داشت. خب تو اون سنم برم این چیزا رو فکر میکنه دیگه و این شد که دبیرستان خب چیز رفتم رشته ریاضی و بعد دیگه به کنکور که رسیدش گفتیم خب حالا ببینیم اینایی که از رشته ریاضی بیرون کنکور میدن چه آپشنایی دارن آجام. و من مثلا آپشنا رو اکثرا که نگاه میکنم خیلی خوشم نمیاد، مثلا خب مهندسی برق خیلی خوشم نمیاد، مکانیک خوشم نمیاد، اینا یه جورایی کامپیوتر برام حذف کردن چیزایی بود که خوشم نمیاد. مثلا توی آپشن ها کامپیوتر جالب بود، چیز معماری جالب بود، کلتا الان خوشحالم معماری نرفتم. چرا؟ چون الان دوستان معمار سوال برشون پیش میگن. نه داستان معماری اینه که اگه میخواستم معماری برم مسیر زندگیم خیلی با مسیر الان از این جهت فرق میکرد که من یه چیزی که همیشه تو ذهنم بود فکر میکردم که نه اینکه از ایران خوشم نمیاد، من ایران خیلی دوست دارم، ولی فکر میکردم که من همیشه باید یه موقعی انگار از مثل انگار شده دیدم میخواد از خونه بزنه بیرون که محله رو یاد بگیره، خواستم از ایرانم بزنم بیرون که بقیه جاهای دنیا ببینم مثلا چه خبره. مثلا چون مخصوصا ایران هم متاسفانه یه ذره آیزولیتد نیست از بقیه جای دنیا، مثلا خیلی برام این چیز بود که من باید حتما برم ببینم دنیا چه خبره و فهم می‌کردم و الان فهم می‌کنم که این چیز با کامپیوتر خیلی برام راحت تر بود تا معماری و اونو الان نمی‌دونم، یعنی اون موقع اصلا اینو نمی‌دونستم. علت این که با کامپیوتر راحت تر تا معماری اینه که یه ذره بناهایی که کلا توی خارج از ایران ساخته میشه خیلی عمرشون بیشتره و واسه همین
اونقدری که بنا تو کامپیوتر ساینس ساخته میشه و سریع باید چیز انجام میشه، واقعا تو دنیای بیرون اونقدر دیمند برای معمار نیست و واقعا واسه همین. وگرنه من معماری هر روزم خیلی دوست دارم، خیلی یعنی بنظرم یه جاییه که میتونه هنر و ریاضی بیت بکنه و خیلی جای قشنگیه. همین، وگرنه نه دوستای معمار چاکرشون هم هستیم. کجا بودم؟ آره خلاصه تعیین رشتم یه جورایی حظ به اون چیزایی بود که دوست نداشتم و خب کامپیوتر میشه بود که از مثلا با کلاس پنجم خب کرمش بودم دیگه، مثلا دوست داشتم که چیه. و بعدم اون زمانم پدرم منو مثلا با یکی معرفی کرد که طرف استاد دانشگاه بود توی رشته شیمی و اتفاقا یه کارخونه دارم بود، یعنی هم انترپرنور بود هم استاد دانشگاه بود. و خب مثلا بابا من بعدش نمیمد که من مثلا نزدیک چیز خودش فیلد کاری خودش که مثلا رنگ سازی بود و شیر بود و اینا چیز بکنم. بعد این استاد با من که صحبت کرد مثلا یه ذره که چیز کردیم، مثلا من مثلا به کامپیوتر اینا گفتش، اتفاقا گفت کامپیوتر بهترین آینده رو داره تو این چیزایی که میخوای بری و اینا. خب اونم یه کانفرمیشن میشه مثلا خیلی چیزم و اعتماد به نفسم رو زیاد کرد که برم سراغ کامپیوتر. خب چه عالی. بعد کنکور دادین و کجا قبول شدین و در مورد لیسانس کم صحبت کنیم؟ آره کنکور دادم، همین شریف قبول شدم. بعد فکر کنم اون دو سه سال حداقل سال اول شریف یه جوری بود، حالا اینم باز فکر کنم یه ایراد سیستم آموزشی ایرانه، اینه که چون کنکور خیلی بزرگ میشه و مثلا کسایی که کنکور میدن یهو فکر میکنن که حالا اونی که جز خوب میگیره نتیجه خوب میگیره از کنکور فکر میکنه که الان دیگه شاخ گل و شکست. یه جوری فکر مثلا شما الان فرض کنید که همه تلاشتون رو کردین و حالا مثلا این نتیجه خوبی از کنکور گرفتین، اون روز بعد کنکور فکر میکنید خب پس دیگه کار من تمومه. و این واسه من تقریبا یه سالی طول کشید تو شریف، مثلا یه سال تو شریف واقعا فکر می‌کردم که خب من که کارامو کردم دیگه، مثلا خیلی هم اونجوری مثلا سال اول درس اونجوری چیز نخوندم، درسی که مثلا بخوام معدلمو بیارم مثلا خیلی بالا و اینا، و چیز بودم سرخوش بودم به اینکه خب من که دیگه کارامو کردم. و این خب الان که مثلا برمیگردم خب این واقعا چیزیه که یعنی دقیقا بعد از اینکه وارد دانشگاه میشی تازه کار باید شروع بشه، نه اینکه کار تموم شده. و آره مثلا حالا دیدم مثلا این سوالی که از بچه ها میکنی اینه که خب مثلا چه کاری، یکی از کارهایی که اگه برگردم نکنم اینه که مثلا آره تازه از بعد از کنکوره که اصل داستان شروع میشه و تازه باید چیز کنی، یعنی دانش واقعا باید به معنای واقعی دانشجو بشی اون موقع اگه تا قبل دانش آموز بودی. ولی فکر می‌کنم خیلی ها برعکس، حداقل واسه من سال اول شریف برعکس. آره واقعا یکی از حالا معایب اگر اسمشو بذاریم نظام آموزشیمون واقعا همینه که انقدر فضای کنکور فضای ترسناک و بزرگی هست که یه ذهنیتی از کنکور رو رد کردی دیگه تمومه دیگه، یعنی مثلا پلنی واسه بعدش هم نداشته باشی درست میشه. ولی کاملا شما درست میگین. شما بعد از یک سال توی لیسانس آیا کارم کردین یا بیشتر پژوهش رو توی دانشگاه فعالتر شدین؟ آره من کار از حتی از قبل از لیسانس هم میکردم و حتی بازی که دیگه از ریگرت هم اینه، حالا ریگرت که نه خیلی، ولی یه کاری که چیز بکنم اگه برگردم دوباره انجام بدم اینه که حتی بیشتر و زودتر کار میکنم، چون واقعا شما موقعی که چیز هستی، نه به خاطر حالا من خوشبختانه نیاز مالی ما نداشتیم در این زمینه چیز بودم، خوششانس بودم، ولی ببین کار فقط مسئله نیاز مالی نیست. آقا واقعا آدم تو کار یه چیزا یاد میگیره که هیچ جای دیگه یاد نمیگیره، مثلا اینکه شما بتونی واقعا یه چیزی رو بفروشی به یه کسی، خیلی چیز قشنگ است. باز این یه چیزی که از نظر فرهنگی تو ایران فروختن ممکنه یه بار کوچیک منفی داشته باشه مثلا یه فروشنده، ولی واقعا یه چیز بسیار قوی و جالبیه که یه چیزی بفروشی. حالا من راجع به کار خودم
من از همون زمان دبیرستان گیتار درس میدادم، مثلا معلم گیتار بودم، میرفتم این برانور مثلا پولم در میآوردم، خب برام جالب بود دیگه. بعد دیگه از همون سال اول دانشگاه هم توی شرکتی که برادرم 4 سال ازم بزرگتره تأسیس کرده بودش، با اون شروع کردم به کار کردن. یه 2-3 سالی هم با اون کار کردم، اونم واقعا تجربه خیلی جالبی بود. برادرم هم میگم خیلی ذهنیت آنترپرنوری مثلا خیلی هم درس کنه اونجوری نبودش. واردات چیز میکرد، واردات مواد غذایی میکرد به ایران، و مثلا ما یه کار جالبی کردیم. برای من برای اولین بار این روغن کانولا رو شناسایی کرد. الان تو ایران خب زیاد شده کانولا، ولی موقع اصلا نبود، روغن کانولا وجود نداشت تو ایران، و ما از کانادا آوردیم این روغن رو. و این تجربه این که شما یه کالایی که حالا مثلا خوردنی، کالای خوردنی خیلی کالاییه که خیلی نزدیکه به شما، شما میخواید بریزید تو بدن از اون کالا رو، و این فرض این چیزی باشه که هیچ کسی تا حالا این کالا رو استفاده نکرده، نخورده. ما دونه دونه میرفتیم با سوپرمارکت ها، با آدم های تو سوپرمارکت مثلا صحبت میکردیم که نگاه بکن مثلا روغنی که تو استفاده میکنی این روغن جدیده از یه ماده جدید، و این چیزا رو داره، این خصوصیات رو داره، این مزایا رو داره. و این خیلی جالب بود برای من، این تجربه، این که دونه دونه آدم بره آدم ها رو حالا قانع بکنه که بیا این کالا رو استفاده بکن، واقعا تجربه چیزیه، ارزشمندیه. و میگم من چیزی که من دوست داشتم حتی بیشتر، موقعی که آدم فراغت اینو داره که واقعا احتیاج به اون پول نداره، احتیاج نداره که خانواده رو ساپورت بکنه، یا اگه یه همچین تجربیاتی داشته باشیم واقعا جالبه، و میگم من این کار رو بیشتر میکردم. چقدر نکته خوب و طلایی گفتین مهیار جان. حالا من از یه دید دیگه صحبتتون رو کامل کنم و ازتون بپرسم، توی ایران خب خیلی از جوونا که میخوان وارد بازار کار بشن ناخواسته بهشون پیشنهاد میدن برید وارد فروش، حالا یا فروش تلفنی یا فروش حضوری و ویزیت و اینها که وجود داره، و خب خیلی ها گارد میگیرن و به اشتباه، چون میدونم شما کارآفرین هستین و میخوام از نگاه کارآفرینم حالا به ما بگین، به اشتباه فکر میکنن این که وارد فروش میشن یعنی دیگه حالا پرستیج میاد پایین و هیچی، در صورتی که من هم موافق شما هم، یعنی اون قسمت فروش بیشترین تجربه رو به آدم میده، یعنی بیشترین پختگی رو به آدم میده، چون هم رو اعتماد به نفس تو کلی مسائل کار میکنی. دوستم از نظر شما بشنوم که اگر یک نفر وارد فروش بشه چه مهارت‌های درونیش تقویت میشه که واسه دوستانی که میخوان این مسیر رو شروع کنن و خیلی هاشون مجبورن شروع کنن چون فضای ایران اینجوریه که تو از فروش میتونی وارد بیشتر صنایع بشی، این اجباری که دارن وارد میشن چه توسعه فردی خوبی بهشون میده؟ ببین اولا یه چیز من بگم، باز این شاید یه ذره فلسفی بشه، ولی هر کسی هر کاری رو موفق انجام میده یه فروشنده خوبیه. شما بگیر استاد دانشگاه، شما بگیر هر کسی، میگم واقعا هر کسی که موفق تو اون کارش، من نمیتونم یه مثالی پیدا بکنم که کسی کار موفقی داشته باشه، حتی میگم یه برنده نوبل فیزیک، یه از اون دیگه اکستریم تر دیگه من چی میتونم بگم، همه اینا باید فروشنده خوب باشن، و بعد اونم علتش اینه که باید شما اون کاری که کردی بتونی بفروشی. بعد و فروش هم نه اینکه الان بری بگی آقا من این کار منه بهم انقدر پول بدیم، بعد اطرافیانت، ما هیچ کدوممون توی محیط آیزولیت زندگی نمی‌کنیم، بعد اطرافیانت اون اپریشیشنی که به کارت هست و باید واقعا میتونم پیدا کنم، و این وظیفه توئه که این اپریشیشن رو برای اونا درست کنی. این پس یه که واقعا به نظر من باز مرز کشیدن به اینکه فروش یا غیر فروش چیزی به نظر من خیلی درست نیست، ولی حالا کاری که واقعا برچسب فروش هم میشه جالبی که داره اینه که گفتی چطوری تو توسعه فردی آدم کمک میکنه، به نظر من نشنیدن خیلی چیز خوبیه. اینکه آدم زودتر
از اطرافیانش، از حالا مشتریاش نه بشنه و بتونه با اون نه زندگی بکنه. حالا چرا؟ اولا یک میسازه، یعنی خودت از نظر فردی میسازه بیشتر از هر چیزی که میتونه این کار بکنه. از اون حبابی که دور خود درست کردی که حالا فکر میکنی این کالای من یا این مهارت من یا این تحصیلاتی که من دارم اینا چقدر مهمه، یهو آقا داری فیدبک میدی از اطرافیان که چرا نه، نه و چرا نه. اون خیلی موثره و شاید این یه ذره چیز باشه، اصلا هم یه کانتریبیوتی. ببخشید من دلالش هم میمدم این لایف، خیلی با خودم گفتم که لغت انگلیسی بخونم، چون واقعا آدم شرم‌آوره که مثلا بعد از 20 سال 25 سال زندگی کردن ایران بخواد مثلا لغت انگلیسی رو، ولی خب بعضی وقتا سخت دادم لغت فارسی همون لحظه پیدا بکنه. این کانتر اینتویتیو یا حالا غیره، چطوری میتونید ترجمه کنید کانتر اینتویتیو؟ من که نکته بگم مهیار جان، اصلا کلا شما نگران انگلیسی صحبت کردن تو نباشید، ما چون تو استوری داریم میریم جلو خود مطلب در واقع میرسونه و من تجربه که توی کل لایو داشتم دوستان لطف داشتن، هیچ کس اصلا واسهش چیزی نبوده، چون تو استوری شما راحت بگین، اتفاقا کمکم میکنه به حال خیلی از مخاطبین دوباره درگیر زبان بشن، شما راحت استوریتون رو بگین. پس معذرت میخوام، میام اگه استفاده میکنم به خاطر بی سوادیمه. چیز این کانتر اینتویتیو که به نظر من نشنیدن توی فروش اعتماد به نفس بالا میبره. میگم واقعا شاید اینجوری فکر کنیم بعد برعکسش باشه، ولی نه اینجوری نیست. آره بالاخره خیلی مهمه، خیلی اسکیل ست مهمیه. و آره یه چیزی هم هستش که درست میگه، مثلا یه ذره تو ایران از ذره فرهنگی میگم شاید یه انگ کوچیکی به فروش بسته شده که شاید فروش رو تا حدی مثلا معادله میدن که آقا یه جنسی داری که خب خودش فروش نمیره، تو بعد زور بزنی فروش بزنی. مثلا چه میدونم میگن مشک آن است که خود بگوید نه که عطار بگوید، ولی نه واقعا مشک خوب اونه که هم خودش خوب بگوید هم عطار هم بگن راجبه. شالا میگم این قسمت رو ما با شیخ عطار بشده مخالف. خب فوق‌العاده بود، یعنی یکی اون این که ما بتونیم هنر نشنیدنمون و بعد دوباره بازسازی خودمون و تغییر خودمون رو بعد از شنیدن نه، یا به قول معروف خودمون رو ایمپروف کنیم و بهبود ببخشیم، این تومون تقویت بشه. یکی هم این که واقعا اصلا فکر نکنیم فروش یک نقطه ضعفه، در صورتی که الان بزرگترین اونرهای دنیا، بزرگترین مدیرعامل های دنیا خودشون بیشترین فروش رو واسه کمپانیشون دارن. یعنی میخوام بگم خود ایلان ماسک بیشترین عامل بالا رفتن ارزش سهام کمپانی تسلا میشه مثلا یه دفعه. آره صد درصد. و به این برش هم حالا از دیدگاه فردی هم اگه نمیذاره جلتر، اصلا فرض کنید در حد چیز نگاه بکنید، در حد کشورها نگاه بکنید. میشه فرض کنید الان میخوای واحد بذاری کشور، کشورهایی که پیشرفته ترن خیلی بهتر بلدن بفروشن تا کشورهایی که پیشرفته ترن. مثلا ما الان این همه منابع داریم، این همه چیز داریم مثلا، ولی چیکار میکنیم؟ مثلا نفت خام میفروشیم، یعنی هیچ کاری رو اون فروش انجام نمیدیم، ولی کشور پیشرفته تر بلدن که اون نفت خامو بردارن، چی میگن، یه روبانی دورش بکشن چیزش بکنن و به یه جور دیگه بتونن خیلی بهتر بفروشن. یعنی این داستانی که میگن فقط دیدگاه فردی نیست، حتی توی زمینه کلان هم که بخوای بهش نگاه بکنی، مهارت توی فروش معادل با پیشرفت، معادله با جلو بودن از همه. واقعا همینطوره. و الان مثال خیلی واضحش هم چینه که عجیب قدرت فروش محصولاتشو داره و کیر میکنه یه مشتری رو از اون سر دنیا که بتونه هی بفروشه بهش بفروشه. چقدر مثال خوبی زدید شما، خیلی ممنون. من چون میدونم شما کارآفرین هستین، سعی میکنم بین صحبت‌ها از نگاه کارآفرینی هم از شما چند تا سوال بپرسم. خب شما دوران لیسانس و شریف گذروندین، وارد مقطع ارشد شدین، دنیاتون تو ارشد چجوری جلو رفت و کی اپلای کردین و در مورد مراحل اپلایتون هم بفرمایید ممنون میشم. ببین ارشد که مقطع ارشد چیز دادم، کنکورش هم دادم، اتفاقا چیزم شدم رتبه 1 شدم تو کنکور ارشد.
ولی تصمیم گرفتم که اپلای بکنم. اپلای کردم فکرم سال 2005 بودش. آره 2005 اپلای کردم و همون خیلی چیز بود. خیلی خب اینکه میخواستم برم خارج از کشور، این میگم از قبلش برام چیز بود واضح. نه من سال کنکورم سعی کردم یه بار برم خارج از کشور ولی آمریکا بهم ویزا ندادش. چیز میدونستم که میگم خیلی ایران رو دوست دارم و دوست داشتم، ولی همیشه فکر میکردم که حتی برای اینکه تو ایران بتونم بیشتر چیز کنم، اپریشیت کنم مملکت هم اینا رو، باید ببینم بیرون چه خبره. همیشه این سوالی که ببینم بیرون چه خبره برام بودش. واسه همین شروع کردم اپلای کردن و حالا چند جا گرفتم. بعد دقیقا سالی هم بودش که یه ذره ویزاها، ویزای آمریکا با چیز شده بود، سخت شده بود برای بچه ها. یه سال عجیبی بود، حالا از ذره حالا نمیم سیاسی بود چی بود هرچی بود. و من رفتم و حالا با اینکه از USC چیز داشتم، مثلا یه ادمیشن خیلی خوب و ساپورت داشتم، ولی ویزا بهم ندادن و تصمیم گرفتم که برم یکی از آپشنهایی تو کانادا رو چیز کنم. رفتم یه ترم SFU اونجا درس خوندم و ولی دوباره باز این استاد USC منتظرم مون، گفتش که من چیزم که بیای اگه باز میتونی. و از کانادا اقدام کردم با یه ترم تاخیر، دوباره برگشتم USC اونجا ادامه دادم. و پروگرامش هم چیز بود دیگه، مستر و PhD با هم کامباین بود، یعنی پروگرام PhD رفتم. دکترا مستقیم میشه دیگه اگر اشتباه نکنم. درسته. شما مقاله داشتین دورانی که لیسانس بودین و توی شریف بودین، اون اپلایی که کانادا تونستین بکنین به خاطر فقط دانشگاه و معدلتون بود یا تأثیر مقاله و پژوهشتون هم بود؟ نه راست شو بخوای خیلی مقاله پابلیشر نداشتم، ولی اون دوره کارآموزی یه منوسکریپتی در آورده بودیم که حالا ممکن بود یه جایی هم پابلش بشه. مثلا اون جزء چیزام بود، جزء فایلی که برای دانشگاه فرستادم بود، ولی نه جزء مقاله نداشتم. میگم باز چیزی بود که خیلی زیاد حداقل من اون موقع تو فازش نبودم که میگم انقدر این بر اون ور من سرم گرم بود. و به این بازی چیز دیگه هم که به عنوان مثلا نصیحت به آدمای که الان دارن گوش میکنن، آدینس میگم، اینی که خیلی مهمه. مثلا همین این که میگی، مثلا شاید یکی دوتا مقاله مثلا تو همون موقع در آوردن مثلا خیلی کار سختی نبودش. و حالا اصل داستان هم اینه که شما باید بپرسین از کسایی که اون راه رو رفتن، بپرسین که خب چه چیزایی مهمه. ولی نه خیلی برای من اون موقع این چیزم نبود، ذهنم نبود. مهیار جان یکی از دوستان توی کوئسشن پرسیدن، میگن که میشه لطف کنید بگید فول فاند بودید یا با هزینه شخصی تحصیل کردین؟ نه همین چیز، یعنی از طرف دانشگاه، ساپورت دانشگاه بودش، چیز نداشتم، هزینه شخصی نبود. آها خب برمیگردیم به دورانی که شما کانادا بودین، یه ترم رفتین کانادا، از کانادا اقدام کردین رفتین امریکا. اون یه ترمی که کانادا خوندین اگه بخواین، حتی خیلی زوده واقعا شاید واسه این که بخواین بگین، ولی به هر حال این مدت هم شاید اکسپریانس اطرافیان هم بوده، از نظر شما دنیای دانشجوها تو کانادا با دنیای دانشجوها تو امریکا چه فرقی میکنه؟ چقدر تمرکزاشون تو چه جاهایی بیشتره؟ آره این سوال من حتی میتونم یه ذره بازترم جواب بدم، چون حالا بعدش هم چیز نکردیم. مثلا من بعدش یه اینترشیو منم تو هلند انجام دادم، آره بعد پستاکم توی انگلیس بود، تو مایکروسافت ریسرچ کمبریج بوده. یعنی خب مثلا اونجا هم تو محیط هم خب خیلی با چیزا، با بقیه دانشجو هم در ارتباط بودم و فکر کنم یه understanding خوبی از این که مثلا کانادا با آمریکا، با اروپا، حالا تو اروپا هم باز انگلیس و هلند خیلی فرق میکنه با هم، چه چیز میکنه فکر میکنم تقریبا یه فهم خوبی از نزدیک گرفتم راجع به اینا. ببین فرق این کشورها اینه، حالا جدا از
فرقی که واضحه، مثلا خب شما اگه کانادا باشی شما رفت آمد به ایران راحت تره یا خانوادت راحت تر میتونن بیان کنن، اینا خیلی چیزای مهمیه، یعنی ممکنه برای خیلی خیلی مهم باشه. فرق اساسی که میکنه اینه که یه جورایی آمریکا خیلی بیشتر باز بیزینسیه همه چیز، مثلا پروژه هایی موفق میشه که یه اسپانسر معمولا بیزینسی داره. خیلی اینکه آقا این پروژه موفقیتش حالا تو دانشگاه اینا چجوری تعریف میشه خیلی ربط داره به اینکه آیا کمپانی های بزرگ مثلا این جور کار رو دوست دارن یا دوست ندارن. ولی و حالا این نمیگم این لزوما خوبه ها، لزوما خوب نیست، ولی مثلا فرقی که این با به خصوص اروپا میکنه اینی که تو اروپا خیلی حوصله برای کار فاندامنتال کردن، کاری که مثلا بیسیک ساینس رو ببره جلو، خب خیلی بیشتره. و کانادا هم تا حدی همینطور، مثلا کانادا هم من یادم ریسرچ هایی که میدیدم اون موقع یه ذره بیشتر بیسیک بودن، بیشتر چیز بودن، بیشتر واقعا علم برای خود علم بودش. البته الان کانادا هم خیلی فرق کرده، مثلا الان خب تورنتو خودش یه هاب بزرگه، حالا تو رشته من مثلا ای آی شده و خب ای آی چیزی که خیلی دوست دارن تزا کمپانی های بزرگ. ولی میگم کلن به غیر از یه سری استثناءات تو کشورهای دیگه مثلا تورنتو، کشورهای دیگه حوصله شون برای کار بیسیک کردن بیشتره. مثلا کسی میخواد به نظر من فیزیک ریاضی اینا بخونه، انگلیس رفتن به نظر من خیلی جای خوبیه. اگه خیلی میخواد کاری که میکنه ربط داشته باشه به صنعت و به چیز، به نظر من آمریکا جای جالبیه برای این کار. چقدر عالی و خوب. یکی از دوستان یک سوالی پرسیده، مهیا جان گفته که برای آینده کارآفرینی و شرکت‌های نوپای استارتاپی آیا هنوز سان فرانسیسکو و سیلیکون ولی رو مناسب میدونید یا جای دیگه؟ خیلی این اولا یه سوال خیلی حاتیه، همه دارن روش فکر میکنن و سوال خیلی خوبیه، مرسی که پرسیدن و خیلی هم سریع داره تغییر میکنه شرایط. از این جهت داره تغییر میکنه که ما الان 2 ساله یه تجربه گروهی داشتیم که حتی کسایی هم که سیلیکون ولی بودن خیلی به ندرت همدیگه رو دیدن یا توی زیر یه سقف با هم بودن و این تجربه خیلی خیلی بزرگه، خیلی لرنینگ بزرگه برای همه. لرنینگ بزرگ هم از این جهته که مثلا شما نگاه کنید، مثلا یه فیسبوک کل اصلا آیدنتیتیش تغییر داد، گفت آقا من متا هستم و میخوام مثلا متاورس درست کنم و فلان. این یعنی چی؟ یعنی که به این نتیجه رسیدن که میشه بدون اینکه هم توی اتاق باشیم و هم از نزدیک ببینیم خیلی کار انجام داد و حتی کمپانیای درست شدن و جهتشون تغییر دادن که بتونن این کار رو راحت تر بکنن، مثلا حالا نمونهش فیسبوک و حالا چند تا نمونه دیگه هم به زودی ازش خواهیم شنید در این چیز. حالا مثلا حتی تو فیلدی که ما هستیم، مثلا ما خب مثلا ما از با اینوستر ها مثلا خیلی کار میکنیم، با سرمایه گذارا، مثلا اینکه آیا اصلا بشه از کسی پشت زوم حالا یا پشت ویدیو کال صحبت کرد و آیدیاشو چیز کرد و ازش بتونه مثلا سرمایه جذب کنه، شاید 2 سال پیش یه چیز شدیداً عجیب غریبی بود که اصلا آیا میشه یه همچین کاری کرد، مثلا آیا کسی حاضر دست چکشو در بیاره بعد از مثلا چند تا میتینگ زوم مثلا یه چک برای یه نفر بنویسه. و این اتفاق میبینیم که افتاد، خوب هم افتاد. همه اینا نشون میده که شاید واقعا اونقدری که تو سیلیکون ولی بودن مهمه اونقدر مهم نیست و الان حداقل ترند اینجوری. مثلا من داشتم چند وقت پیش آمار داشتم نگاه میکردم، مثلا اروپا تو همین چند سال اخیر مثلا یه درصد خیلی بزرگی از ونچر کپیتال یا همین سرمایه گذارای سازمانی پولشون رو هدایت کردن به اروپا و اصلا این رشد خیلی زیاد بوده نسبت به
مثلا دوره مشابه قبلش. خلاصه این که آره یه سری ساینای هستش که سیلیکون ولی داره از چیز میفته. ولی ببین حالا این من این قسمت چیزو گفتم، قسمت اونورش هم بگم که یه سری چیزای فرهنگی هستش تو سیلیکون ولی که خیلی عمیقه و به نظر من اونا یعنی به غیر از واقعا سیلیکون ولی حتی من تو جاهای دیگه آمریکا هم اون چیزای فرهنگی رو ندیدم. مثلا من تو نیویورک هم مدت زندگی کردم، سیلیکون ولی حالا علتش هم اینه که یه سری تجربیات این گروه آدمایی که سیلیکون ولی زندگی کردن داشتن، از موفقیت‌های کمپانیایی که بهشون یه سری اعتماد به نفس داده که بتونن یه سری کارهای انجام بدن که تو کشور دیگه یا توی حتی مناطق دیگه آمریکا اون کارا انجام نمیشه و اون روحیه سیلیکون ولی خیلی مهمه تو موفق بودن حالا کمپانیای نوپایی که کارهای ریسکی میخوان بکنه. و خب این چیزیه که این سوال بزرگی که آیا بقیه مناطق دنیا آیا میتونن، حالا درسته که دیگه شرط این که فیزیکی یه جا بودن خیلی به نظر شرط چیزی نیست، شرط مهمی نیست، ولی آیا میتونن از نظر فرهنگی خودشون رو سریع مطابقت بدن با اون فرهنگی که لازمه درست کردن شرکت های بزرگ و شرکت های ریسکی توی دنیا است؟ چقدر عالی و خوب، چه نگاه متفاوت و جالبی. البته الانم یکی از نقاطی که توی امریکا هست و به عنوان سیلیکون ولی دوم دارن معرفی میکنن، فکر میکنم واشنگتن هست، البته نمیدونم، ما توی لایو علی تاج گفته شد. فکر میکنید کجا میتونه مقر دوم برندهای تکنولوژی خفن باشه توی امریکا؟ آره ببین به نظر چند تا هاب الان داره شکل میگیره. مثلا خب همون سیاتل یه هابه که به خاطر مثلا وجود آمازون و مایکروسافت و حتی مثلا شرکت دیگه، و بالاخره یه کمی چیز هزینه زندگی هم سیاتل پایین تر از سیلیکون ولیه و مثلا مالیات کمتره. خب یه چیزی داره، به نظر من این که نزدیک کانادا هم هست خودش یه جذابیتی داره. اون یه هابه برای شرکت های که بایوتک و تو کار مثلا لایف ساینسز هستن. سان دیگو باز یه هاب بزرگیه که میگم به خاطر مثلا وجود ایلومینا و چند شرکت دیگه مثلا اونجا جالبه. آستین الان داره یه هابی میشه که اونم باز به خاطر اینکه اولا تنها جایی اون وسط آمریکا که خیلی شبیه وسط نیست، بیشتر شبیه اطراف، از نظر مایندست مردم، از نظر علایق مثلا سیاسی و اینا یه جای عجیبی اون وسط. و الان چند شرکت بزرگ نمونهش همین تسلا که گفتی و ایلان ماسک مثلا چیز شدن که برن تگزاس و اونجا چیز بکنن. و سمت شرق هم که خود بوستون و نیویورک و اینا که خوب از گذشته خیلی چیزه، ولی میگم همه اینا هست درسته. و مثلا من میگم جاهای دیگه دنیا هم که بودم خیلی جاها میگن آقا ما سیلیکون ولی اروپا هستیم، ما سیلیکون ولی انگلیس هستیم، یعنی همه میخوان که یه همچین مدلی رو رپلیکیت بکنن، ولی رپلیکیت کردنش به اون سادگی ها نیستش که شما فقط بگید من تالنت دارم، من این چیزو دارم، این اینتنشن رو دارم، این میل رو دارم، پس الان میشم سیلیکون ولی. ولی واقعا اون تغییر فرهنگی باید انجام بشه. آره ولی من در کل چیزم خوشبینم که این اتفاق خواهد افتاد. الان واقعا چیزا، یعنی دلیلی وجود نداره که اون فرهنگ توی حالا یه دیوار مجازی سیلیکون ولی بمونه، مادامی که مردم بفهمن و اینا اون فرهنگ باید جاری بشه جاهای دیگه. چیزی که فقط خیلی مهمه اینه که مثالهای موفقیت خیلی خیلی چیز مهمیه، حالا هم از نظر فردی هم از نظر گروهی جمعی. شما تو حالا بخوایم برگردیم به مثلا بحثای چه میدونم رشد فردی و اینا، این که شما اطرافت مثالای موفقیت ببینی به خیلی اعتماد به نفس میده که خودت هم موفق بشی. و این حالا در زمینه گروهی هم هست، مثلا اگر یه گروهی سرمایه گذار هستن که دیدن سرمایه گذار کناریشون رفت
$100,000 مثلا توی یه شرکتی نامعلومی به نام گوگل مثلا چک نوشت و اون $100,000 شد مثلا $10 میلیارد. اینو که ببینن یه بار دیده باشن خیلی راحت تر از اینجور اتفاقا میتونه بیفته. چقدر عالی و خوب، خیلی ممنون از توضیح بی نظیرتون. برمیگردم سر استوریمون، شما تشریف آوردین USC واسه PhD دکترا مستقیم. یکی این که دوران دکتراتون رو چجور گذروندید؟ چون توی لایوایی که دوستان قبلا گذروندیم یکی از چیزایی که از مهمونا شنیدن اینه که سختی دکترا توی امریکاست، این که اون دوران واسه تون چجور گذشت و اولین جابتون رو کی گرفتین؟ ببین دوران دکترا من خیلی کیف کردم، برای اینکه من یه جورایی دکترامو روی این چیز کردم که آقا من از چه پرابلمی دوست دارم سالف کنم و کلا با چی حال می‌کنم. و یه جوری که اون چیزی که توی تعریفم یواش یواش برام چیز شده بود این بود که خیلی دوست داشتم کار ریاضی رو مسئله کامپیوتر انجام بدم، مثلا کار الگوریتمی. اصلا یه واقعا یه کیفی میداد، یه اصطلاح هست میگم فلو، مثلا آدم نمیدونم شنیده نه فلو، موقعی آدم یه کاری انجام میده که مثلا بعد از 4 ساعت یا ای آقا 4 ساعت گذاری من هنوز دارم عشق این کارم و دارم کیف میکنم با این کار، اصطلاحا میگن تو فلو قرار گرفتی. و اینجور کارهای الگوریتمی و اینا به من اون فلو رو میداد، خیلی کیف میکردم که بخونم اینا. و واقعا میگم یه دوره خیلی عالی بودش که حالا هم کارم رو دوست داشتم، یه شانسی آوردم یه استاد واقعا عالی، حالا عالی هم خب از نظر آکادمیک کار درست، ولی واقعا هم انسان خوبی، یعنی انسانیت هم آدم از اون استاد یاد میگرفت، نه فقط چیز بکنه. باش کار میکردم، پروفسور دیوید کمپه، حالا بعد هم ازش هم بگیم. آره اون دوران خیلی خوبه، به علاوه از اون که واقعا اون تجربه بود که داشت به من میداد که آقا خارج از ایران داره چی میگذره. مثلا من خیلی اینوالو شدم توی ارگانیزیشن های مختلف، مثلا یه مدت پرزیدنت خود اسوسییشن ایرانیا بودم توی USC، توی سناتور بودم واسه انجینیرینگ سکول، مثلا این سری کارهای مثلا فعالیت های خارج از برنامه هم میکردم که به هم یه ذره یاد میده که آقا اصلا کارهایی که تو ایران کمتر آدم میکنه دیگه، مثلا خیلی کار گروهی و اینجور چیزا، خب ما تو ایران زیاد مهم نبوده و زیاد کمتر انجام میدیم این کارو. به هم اون فرصت هم داد که از این کارا زیاد بکنم و میگم همش خیلی تجربه عالی بودش. و ها وسطش هم گفتم مثلا یه تابستون رفتم اینترنشیپ مایکروسافت ریسرچ توی نیو انگلند، میشه همون بوستون، اتفاقا توی کمپس MIT، مثلا اونجا یه اینترنشیپ کردم خیلی جالب بود. یه اینترنشیپ رفتم تو آمستردام چیز CWI، اتفاقا حالا آمستردام رفتم هم جالب بوده چون تمام اطرافیان گفتم که آخه تو که ویزات سینگل انتریه چطوری میخوای بشی، میخوای برگردی؟ گفتم حالا برگردیم میریم برمیگردیم ببینیم چه دیگه. اما رفتم از اونجا با دوباره ویزا گرفتم. ولی آره مثلا اینترنشیپ هم خیلی عالی بوده، آره کلا تجربه خیلی خوبی بود دکترا. و اولین جابمو چجوری گرفتم؟ اولین جابمو قبل از اینکه برم چیز برم دوره فوق دکترامو توی کمبریج شروع کنم، خب بعد از اینکه درسم تموم شد رفتم فوق دکترا کمبریج، یه مدت کوتاهی گفتم برم یه ذره یه جایی تو آمریکا کار بکنم، هم گرین کارت هم بگیرم، هم اگه بتونم این مایکروسافت کمبریج رو یه ذره دیلی بدم که یه تجربه کاری کوچیکی داشته باشم. رفتم یه شرکت کوچیکی توی واشنگتن DC و اونجا اتفاقا جالبش این بود که چون شرکت کوچیک بود، البته کوچیکه میگم مثلا خیلی شرکت موفق بود، ولی تونستم از نزدیک با فاوندر شرکت و آنترپرنور و اینا کار بکنم که اون تجربه هم واقعا خیلی جالب بود و به هم یه اعتماد نفسی داد که خب اینایی که فاوندر این شرکت های حالا موفقن و اینا مثلا آدم های خیلی متفاوتی از ماها نیستن، مثلا همون آدم و آدم این چیزا از نزدیک
ازشون یاد میگیره دیگه. اونم خیلی تجربه خوب، اون واقعا اولین کار حالا بعد از پی اچ دی این کار بود و بعدش رفتم مایکروسافت ریسرچ که چیز کنم که بورد اکرام بگیرم. خب چه نکته جالبی گفتین، چون دوستانم الان توی کوئسچنی که دوستان پرسیده آیا دکترا گرفتن کمک کرد به کارآفرین شدنتون؟ حالا من اینو میخوام این سوال رو یکی دیگه هم کنارش بذارم و ازتون بپرسم اگه اشکال نداره. این که شما رفتین توی محیط کمپانی که تونستید، یعنی خیلی فاصله طبقاتی با اونر و فاندر وجود نداشت، تونستید دنیا رو از اون بالا ببینید که اگر تو مثلا صاحب کسب و کاری اون طبقه بالا چه چیزی میگذره. میخوام بگم این دوتا کنار هم چه نکاتی رو به شما داد که تونستید با شجاعت توی امریکا کارآفرینی رو شروع کنید؟ ببین خب من مثلا کارآفرینی خب تو ایران کرده بودم، مثلا پدرم و برادرم دیده بودم، یعنی خیلی چیز کانسپت عجیب غریبی نبود. ولی خب باز یه کارآفرینی تو ایران همیشه سوال اینه که آیا فرمولای ایران اپلای میشه تو آمریکا یا نمیشه، یا مثلا خارج از ایران اپلای میشه یا نمیشه، و چه چیزایی هستش که اینجا آدم باید یاد بگیره که تو ایران وجود نداره. خب این هم این که آدم جواب این سوالا رو بگیره، همین که اصلا اعتماد نفسی داشته باشه که آره خیلی از چیزا اپلای میشه، اون خب خیلی مهمه و خیلی کمک کرد. اینکه آیا دکترا به کارآفرینی کمک کرد، ببین هر تجربه تو زندگی یه چیزی به آدم افزایش میده و میتونی تو جاهای مختلف هم ازش استفاده کنی. مثلا خب چیزی که obviously کمک کرد اینه که من موقعی که میرم مثلا با اینوسترها صحبت میکنم به عنوان یه پی اچ دی میرم حرف میزنم و مثلا بعضی چیزها رو به آدم فری پاس میدن، مثلا میگن مثلا میدونه راجع به چی داره حرف میزنه، میدونی خب آره از این جهت ها خب آره کمک میکنه. ولی اینکه آیا خود اون چیزی که توی دوره دکترا یاد گرفتم دایرکتلی اپلای میشه به اینکه من کارآفرین بهتری باشم؟ نه نه. خب خیلی هم خوب، حالا جلوتر بیشتر در مورد استارتاپتون و کارآفرینی حتما من ازتون میپرسم. سلام میکنم و خیر مقدم میگم به خانم دکتر مسائلی، انشالله که حتما یه لایو هم میزبان ایشون باشیم، از همینجا دعوتشون میکنم. خب دیدم دارن میبینن لایو و گفتم یه خوش آمد بگم خدمتشون، که البته سی او کمپانی، یعنی شما سی تی او هستید، میدونم که سی او ایشون هستن ولی جلوتر حالا از زبون خودتون میشنویم. خب شما تجربه های اولتون رو شروع کردید، میخوام در مورد اولین اینترویوی که یکم واسهتون سخت بود توی کار به ما بگین. حالا اگر هر کدوم از این اینترویوهای غیر از جاب خودتون که اونو حالا ساختین، کدومی که از اینا، چون میدونم گوگل هم شما بودین، کدومی که واسهتون یکم چالشی بود؟ یک چالشی بودش به این اینترویوی که فکرم بدترین اینترویوی که دادم الان دارم میدادم، این دقیقا نمیدونم کی بودش، ولی رفتم و واسه یه هج فاند به نام یادم نمیاد چی بود، تری سیگما هج فاند معروفیه. هج فاند میدونین چی؟ هج فاند یه سری شرکت های سرمایه گذاری خصوصی توی بازارهای پابلیک هم، پابلیک مارکت هم، مثلا همین بازار سهام و اینا، که اینا خب چیز میکنن، اینا چیزشون اینه که مثلا آدمای مثلا این تو سیگما که میگن، مثلا تو سیگما اسپچ، اینا خیلی مثلا میرن المپیادهای مت و المپیاد ریاضی و فیزیک و اینا رو مثلا یه همچین آدمایی میرن جذب میکنن و خیلی کارهای ریاضی روی بازار سهام انجام میدن که پول در بیارن. و من رفتم مثلا باهاشون چیز کردم، راستش خیلی، یعنی حالا اونا که حتما از من بعدشون اومد، منم خیلی خستشون بعد اومد، چون اصلا یه تجربه چیزی بوده، یه مثلا احساس میکنم اصلا فرهنگش خیلی به من نمیخوره. چجوری بود که برم الان فکر میکنم، به مثلا انگار دوست داشتن که خودشونو چیز نشون بدن، مثلا میگن اصلا میگن کات ثروت یا مثلا تاف نشون بدن، مثلا احساس میکردن که این ولیوه که مثلا آدمای خوبی نباشن، آدمایی باشن که، حالا میگم این 4-5 نفری که من باهاشون اینترویو کردم یه همچین ایمپرشنی بهم دادن، ممکنه شرکت
خیلی هم شرکت عالی باشه، خیلی هم آدم خوبی توش باشن، ولی یه همچین چیزی بود که آره مثلا تقریبا به حالت جنگ اعصاب شده بود، مثلا یه چیزی من میگفتم چیزی اونا میگفتن، بعد مثلا اینجوری با هم بالای جنگ اعصابی چیز میکردیم صحبت میکردیم و نصفه اینترویو هم مثلا اینترویو رو کات کردیم، مثلا اونا چیز کردن که خب اینترویو خوب پیش نمیره دیگه، احتیاج نرسته تهش هم چیز کنیم که تهش بریم بگم باشه. خلاصه چیزم داشتم، تجربه بدم داشتم. خب یکی از دوستان پرسیدن که توی اینترویو حالا توی کمپانی آمریکایی چه نکات کلیدی رو حالا رعایت کنن میتونه واسه شون موفق پیش بره، غیر از اینکه یه کمپانی خودش روحیش اینجوری منفی باشه. آره نمیدونم، کمپانی خیلی خوبی، خیلی هم موفقه، ولی خیلی اون کالچر خیلی، حالا من الان که صحبت کالچر شد شاید این بذار انتری پوینت خوبی باشه برای همین سوال بعدی که آره کالچر کمپانی خیلی مهمه. ببین یه چیزایی که آدم مثلا باید رعایت بکنه یا براش، اولا اینکه اینترویو خوب بنی یا خوب نرین، قبل از اون شاید سوال مهمتر اینه که من چه کمپانی برم کدوم خوبه، یعنی و فقط هم اینکه کدوم کمپانی مثلا توی کدوم وبسایت ریتینگ خوب داره یا اطرافیان من دوستان میگن کدوم کمپانی خوبه، اینا فقط اینا مسئله نیستش. سوال اول اینه که آقا من از زندگی چی میخوام. مثلا شما ممکنه یه کمپانی بری خیلی هم مثلا موفق باشی، خیلی هم پول در بیاری، ولی مثلا کارت این باشه که چه میدونم سیبیل بذاری روی صورت آدم ها. آیا از اون کار لذت میبری؟ مثلا آیا اون کار برات اون رضایت دائم رو خواهد داشت یا نه؟ مثلا اولین سوال اینه که هر کسی بعد از خودش بپرسه. بعد سوال بعدی اینه که اگه واقعا هم بخواد توی کمپانی خیلی موفق باشه، باید کمپانی بره که خودتو شبیه فاوندر اون کمپانی به نظر من پیدا میکنی. مثلا فهم میکنم یه علتی که گوگل خیلی خوبه برای انجینیرها اینه که فاوندر کمپانی و دی ان ای کمپانی خیلی انجینیرینگه و این باعث میشه که انجینیرها خیلی جای رشد و موفقیت داشته باشن تو اون کمپانی. اینم یه مورد راجبه چه و اینکه حالش داری اینترویو میکنی، این دیگه فکرم مهمترین داستان اینه که قابلیت امپاتی داشته باشی، قابلیت این که خودتو بذاری جای اون طرف و ببینی چه چیزایی برای اون آدم مهمه و میگم لزومی نداره که اون چیزایی که تو برات مهمه رو تو اینترویو بگی یا اون کار رو انجام بدی، بلکه این چیزایی برای اون آدم مهمه و در نهایت هم اصلا این چیز بدی نیست، چون تو میخوای وارد یه جایی بشی که مشکلات طرف مقابل رو حل بکنی. واسه همین این که قابلیت این که بفهمی اون برای میز چی میگذره و چیزای مهمه خیلی مهم و فکر میکنم فقط هم رفت به آمریکا نداره، همه جای دنیا یه همچین چیزی فرمولی کار میکنه. چه عالی و خوب. یادی کنیم از مسعود جان، مسعود تواضعی عزیز، که میگفتن یکی از چیزایی که توی حالا این مسیر مهاجرتشون بهش رسیدن همین وین وین بودنه. میگفتن اگر تو میخوای یه جابو بگیری باید ببینی اون حالا کسی که اون ور میز نشسته چه توقعی از تو داره و آیا تو میتونی اونو برآورد کنی یا نه، یا اصلا کلن این که تو ببینی اون ور میز چه نیازی داره که اگر تو میتونی اونو به هر حال تا حدی بهبود بدی اون موقع توقع داشته باشی که تو رو استخدام کنن و اینها. و خیلی واقعا نگاه مثبتی هست که شما دارین. خب شما ایده های استارتاپتون الان بجمه این وین وین بگم چون چیز مهمیه و یه چیزی که یه کمی یه تفاوت فرهنگی بین حالا ایران و غربه و حالا قسمت حادش هم همین تو آمریکاست قسمت وین وین. و اون داستان اینه که ببین ما توی از نظر تاریخی اگه در نظر بگیریم یه ذره ما جای بزرگ شدیم که به خاطر اینکه منابع یه ذره محدود بوده چیز پولدار شدن یکی حداقل اینجوری برداشت می‌شده که باعث مثلا بیپول شدن یه عده دیگه میشه، یا مثلا موفق شدن یکی باعث عقب موندن یه سریای دیگه شده. البته این درست هم نیست، حتی این تو ایران هم درست نیست، ولی
حداقل این موضوع یه ذره باب شده. ولی اتفاقی که توی غرب افتاده اینه که اینا متوجه شدن که انقدر منابع روی زمین زیاده که لزومی نداره جلو افتادن کسی باعث عقب افتادن کسای دیگه بشه، چون همه ما میتونیم با هم کار بکنیم و از منابع استفاده بهتری ببریم. یعنی در حقیقت اون چیزی که ما میتونیم جز بکنیم استفاده کنیم، استفاده بهتر از منابع تا اینکه استفاده از هم دیگه به صورت بد. و این خیلی از نظر فرهنگی جا، شما اگه فکرام بکنیم مثلا از 500 سال پیش که اینا شروع کردن چه میدونم سوار کشیشن اومدن جاهای جدید رو کشف کردن، یعنی این میخوام بگم این چیز فرهنگی اون موقع جا افتاده که متوجه شدن لزومی نداره من توی مثلا لیورپول تو انگلیس بمونم و توی بدبختی خودم بمونم، میتونم سوار کشتی بشم، 4 تا دوستام بردارم، برم یه جای جدید کشف کنم و اونجا مثلا چیز هممون پولدارتر بشیم، هممون بهتر بشیم. و این هی چون اتفاقی پشت سر هم افتاده 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 افتاده، این یه جوری توی ذهنیت آدمای غربی نهادینه شده که خب متاسفانه توی ذهنیت شرقی‌ها یه ذره این وجود نداره. و این خیلی خیلی مهمه که اگر ما میخوایم چه تو ایران موفق باشیم چه بیایم توی خارج از کشور موفق باشیم، اون ذهنیت زیرو سام گیم رو بندازیم بیرون و بیشتر به همون ذهنیت برد برد فکر کنیم، به ذهنیتی که چطوری همه ما میتونیم کنار هم از منابع استفاده بهتری بکنیم. چقدر نکته خوبی، واقعا ممنون مهیار جان. من برمیگردم به داستانمون که شما اولین جابتون رو گرفتین، در واقع دومین جابتون هم تجربه کردین، بعد اونجا فکر کنم ایده استارتاپ خودتون شکل گرفت اگه اشتباه کنم، و اولین کارآفرینیتون رو انجام دادید. اگر ترتیبش رو اشتباه گفتم ممنون میشم تصحیح بفرمایید. ایده استارتاپیتون هم بعد بفرمایید از کجا شروع شد. آره ایده استارتاپی یه جوری و ایده من این بود که هنوزم البته واقعا دوست دارم همین اتفاقی بیفته و یکی این چیزو درست بکنه. شاید حالا الان ایده رو بگم، امیدوار باشم که یکی اینجا انجامش بده. من فکر می‌کنم که ما قابلیت سرچ کردنمون خیلی هنوز محدوده. مثلا خب الان آره آدیو اضافه شده چیز می‌کنیم، ولی واقعا سرچ یه ذره هنوز قرن بیستمیه. مثلا میگیم هنوز چیزی تایپ می‌کنیم، با اینکه اصلا همون تایپ کردن چیزا خب سخته. اصلا خیلی وقتا هم نمیدونه چی باید تایپ بکنه برای اینکه سرچ بکنه. ایده استارتاپ من این بودش که یه میدیومی که ما خیلی زیاد ازش استفاده میکنیم و دوست داریم و اینا ویدیو عکسه. چرا ما نمیتونیم رو ویدیوها مثلا اینجوری تپ بکنیم؟ مثلا فرض کن الان من مثلا شما رو که دارم میبینم، مثلا این صندلی خوشش که نشستین، مثلا از این روکش این صندلی خوشم اومده و حالا لزومی هم نداره مثلا الان شاید اصلا روم نشه بگم مثلا ایمان جا این روکش صندلی مثلا این صندلی از کجا میتونم، مثلا بزنم تپ رو این روکش صندلی مثلا بیاد بگه ای من اینو از کجا میتونم بخرم. درست حالا این قسمت فروش و چیزش، یا اصلا خیلی چیزای دیگه. من اصلا یه عکسی که میبینم توی مثلا جای قشنگی میخوام ببینم این کوهه که رفته کجاست، مثلا برم اون کوه مثلا برم چیز کنم. یا اصلا آدم خیلی کیوریوسیتی داره که خیلی کنجکاویه داره که فقط میخواد اصلا ببینه چیه. و این خیلی این چیز هنوزم، یعنی با توجه تمام اتفاقی داره، هنوز همچین فیچری خیلی رو ویدیوها رو فیلم ها اینا خیلی وجود نداره. ایده من بود که برم این کار رو انجام بدم. خب بکران من الگوریتم و اینا بودش، توی مایکروسافت هم مثلا خیلی بیشتر با ای آی و ماشین لرنینگ و اینا آشنا شدم و یه سری کارا اونجا کردم. و اینا یکی از همکارا تو مایکروسافت باهاش دوست کردم، کامیسش کردم، جفتمون کویت کردیم و شکرم به ایده کار کردن. و حالا چیز جالبی بود، یعنی تجربه جالبی بودش واسه اینکه مثلا برای اینکه بتونیم این ماشین لرنینگ رو بسازیم، گفتیم خب از صفر ما چطوری لیبل جو. حالا نمیخوام خیلی بحث تکنیکی بکنم، ولی برای اینکه بتونیم اون لیبلایی که لازمه برای اینکه همچین مدلی رو ترین کنیم در بیاریم، مثلا یه اپ دیگه ساختیم که بتونیم مردم رو یه ذره یه جورایی تشویق بکنیم و تحریک بکنیم که مثلا لیبل به ما کانتریبیوت کنه. خیلی چیز جالبی بوده. و آره این داستان استارت اپ اولیه بود.
چه عالی. خب بعد استارتاپتون جذب سرمایهش چه جور بود؟ آیا به اون چیزی که خواستین رسید یا تغییرش دادید؟ اگر بتونید در مورد این مسیرم بشنویم ممنون میشم. آره ببین، یه سرمایه کوچیکی جذب کردیم، مثلا اون زمان خیلی برامون بزرگ به نظر می رسیدش. یکی از دوستای خیلی صمیمیم که توی وال استریت کار می‌کردش، هم خودش هم یه سری از اطرافیانشو ریس کردن که اونا پول گذاشتن، و بعدش هم باز از یکی دو جای دیگه سرمایه جذب کردیم. هولوش مثلا $500,000 آخر سر تونستیم در کل چیزش جذب بکنیم. و یه اپی نوشتیم که در حقیقت اون ایده‌ای که چطوری بتونیم از ملت دیتا جذب کنیم و بتونیم این چیز ماشین لرنینگ سیستم بزرگ رو بتونیم ترین بکنیم، اون خودش اون اپ خودش چیز بزرگی شدش و اصلا خودش شد ایده و هم پروبالش دادیم و اپ رو لانچ کردیم. و خوبم اول کار مثلا ما اینکه هیچ اصلا نمیدونستیم آقا چجوری ما باید مشتری چجوری باید یوزر جذب کنیم و اینا، لانچ کردیم و مثلا یه جورایی گرفت دیگه، فکر کردیم آقا اصلا تموم شد رفت. مثلا من یادم همین نزدیکای همین تعطیلات کریسمس هم اولین بار ما اپ رو لانچ کردیم و مثلا بعد یه پنلی داشتیم که نشون میداد هر لحظه چند نفر دارن از این اپ استفاده میکنن. ما یادیم این عدد همینجوری داره میره بالاتر، مثلا یه شد 10 تا 50 تا 100 تا 150 تا، مثلا گفتیم آقا دیگه چی شد تموم شد ما. و این بعد دیگه مثلا کل اون کریسمس که چیز بود، وقت ما به این گذشت که چطوری سرویس بالا نگه داریم واسه مثلا این بچه هایی که دارن از این چیز. و واقعا اینکه از لذت بخش ترین کریسمس ها بود، با اینکه هیچ تعطیلی نداشتیم ولی انقدر لذت بخش بود که میدیم آقا این چیزی ما ساختیم داره ملت دارن استفاده میکنن، خیلی برامون جالب بود. anyway این کار ادامه پیدا کرد و ما مثلا تقریبا هلوش 400,000 نفر، 500,000 تا یوزر جمع کردیم. و یه اشتباه خیلی کلیدی کرده بودیم، اونم اشتباه ما این بود که ما دیتا مون از فیسبوک و اینستاگرام و توییتر و اینا، یعنی یه اپی بودش که روی این چند تا پلتفرم بنا شده بود. و یه روزی بلند شده بودیم فیسبوک برای ما ایمیل دادی که قرار دیتا رو به ما ببنده. بعد دیگه حالا ما هی زنگ بزن ایمیل بزن زنگ بزن آقا چرا چجوری اینا گفتن پالیسی کمپانیه که دیگه ما این دیتا حالا اسلامی یعنی گراف ای پی آی رو میخواییم ببندیم. بعد دیگه هیچی، ما تو سر خودمون زدیم ما که حالا چیکار بکنیم که یا فرض کنیم یا یه اپی داشته باشیم که حالا در حال رشد باشه و چیز باشه و اینا، و اون لایف لاین قضیه، اون چیزی که علتی که مردم میان اون تو به حالا چیزا انجام میدن، کارهایی که دوست دارین تو اون اپ بکنن انجام میدن، یه اون قرار بسته بشه. هیچی، این اتفاق افتاد و کلن خیلی اوضاعمون خراب شد. و از اون برم همین کوفاندر من کامل شد از دست داد، روحیش رو از دست داد، مثلا یه ماه بعدش چیز کرد استعفا داد و رفت. و منم دقیقا موقعی بودش که تازه پیدا کردم که اکسلریتوری تو آمریکا که مثلا اونم به ما پول داده بود و چیز کرده بود که مثلا بیا این چیز بکنی، خلاصه اونم رفت. و دیگه منم سعی کردم اپو با هر چی هستش بفروشم به همین چند تا چیز، و مثلا رفتیم بذارم صحبت کردیم با فیسبوک و با چند تا جای دیگه که مثلا اینو بفروشیم. و خلاصه این که معامله انجام نگیره، مثلا اونا دیدن که دیتا ما جالبه ولی اونقدی بزرگ نیستش که دیدن هم بایش همی چند از فیچر ما رو بعدن ما دیدیم فیسبوک لانچ کرد خوده. مثلا اون زمان فیسبوک فقط یه لایک باتن داشتش، اصلا این چیزا رو ایموشن های مختلف رو نداشت، مثلا ما داشتیم. بعد یه دیدیم دقیقا وقتش بزن چیز ما رو فیچر ما رو برش خودش لانچ، یعنی اون چیزی که بالاخره از ما میخواست و رفتش چیز کرد دیگه، ما رو به عنوان اکسپریمنت استفاده کرد و خودش لانچ کرد. ولی در کل حالا با اینکه چیزش آخرش برای من تلخ بود و شاید مثلا چند تا از بدترین روزای زندگیم تو همون موقع های اتفاق افتاد، حالا کوفاندرم ریزاین کرده، ولی خب واقعا تجربه بودش که آدمو ساخت و فهمیدیم کجاها
چجوری باید اشتباه نکرد، چجوری باید تست کرد و اینا، خیلی مهم بوده که یه همچین مسیری رو برم. چند سالتون بود مهیار جان؟ سال 2012 بودش، میشه 2012، برای من نزدیک 30 سالم، 29. همینجا یه سوال میخوام ازتون بپرسم، خارج از این که حالا شما ایدتون استارتاپی بود ولی به هر حال دنیای کارآفرینی درگیرش بودین، از نظر شما اینکه کارآفرینا بخوان اولین بار موفق بشن آیا کاملا برق جور در میاد، یا همین که اسمشو نمیذارم ورشکستگی ولی همین که آدم هی پایین میاد میاد بالا پایین میاد میاد بالا جزء فرایند کارآفرینی است؟ به این فکر هم یه ضرب المثل اگه شما هم ژاپنیه میگه که موفقیت اونه که مثلا 12 بار زمین بخوریست ولی 13 بار پاشید، درست؟ ببین خیلی فرمول نداره که حتما اولین بار باید شکست بخوری، اصلا فرمول نداره، خیلی هم اولین بار موفق شدن و اگه بتونی اولین بار موفق باشی چه بهتر، چه اشکالی داره. ولی بزرگترین فرمول به نظر من موفقیت اینه که آدم یک رفتار یا آدم موفق رو به صورت متناوب داشته باشه، به صورت پیوسته داشته باشه، یعنی اون رفتار است که شما رو موفق میکنه، وگرنه مثلا یه تجربه خاص یا یه ایده خوب یا یه چیزایی، نه هیچ کدوم از اینا همه میره میاد، ممکنه اصلا ایده امروز خوب باشه فردا بد باشه ممکنه، ولی اگه شما بتونید اون رفتارت رفتار یه آدم موفق باشه و اون رفتاره رو ثابت نگهداری و حالا بهترم بکنی که چه بهتر، اونه که موفقیت میکنه. و حالا اون زوال مسئله اون چه حالا ژاپنی هم که میگه 13 بار پاشو، اونم داره همون رفتار رو میگه دیگه، میگه آقا رفتاری میگه آقا جون تو بلند میشی از سر جا، ولی خب آره مثلا یه چیزی که یه ذره سیلیکون ولی زیاد افراط میکنه توش اینه که به نظر من زیادی شکست و جشن میگیره، مثلا نتی کسایی که مثلا چیز میفهم میگه آقا اشکال نداره و فلان اینا، و بعضیا اصلا آقا یه کاری انجام میدن که شکست بخورن، من اینو قبول ندارم. بعد شما همون حتی کار اولت هم کاری باشه که حسابی راجعش فکر کرده باشی تا جایی که میتونی جلوی شکست رو بگیری، ولی خب اگه شکست خوردی بعد روحیه موفق داشته باشی. چقدر نکته عالیه. که دوستان یه سوالی پرسیده در مورد استارتاپتون، پرسیدن که بهترین درسی که در جذب سرمایه گذار برای استارتاپتون کسب کردین چه موردی بوده؟ استارتاپ فعلی، از کلا این همه تجربیات دیگه، از همه تجربیاتتون. بهترین درسی که به کلن سوالای چی؟ سوالایی که توش ترین داره خب بذاره سخته، چون آدم میخواد واقعا بزرگتر پیدا بکنه، ولی بذاره پریپریشن میخواد، بذاره فکر کنم ببینم که چیزی که به ذهنم میاد مهم باشه چیه. ببین آره فکر میکنم این یه چیز خیلی مهم باشه، اونم اینه که آدم همیشه باید خودشو با بهترینا چیز کنه، دور برش نگرداره. مثلا ما علت این که تونستیم توی استارتاپ دومی خوب عمل بکنیم و سرمایه خوب جذب بکنیم و حالا فقط هم سرمایه نه همه چی، این بود که از همون ابتدا مثلا نرفتیم اونی که فقط پول داشته باشه یا اونی که فقط مثلا من توی استارتاپ قبلیم اعتماد به نفسی نداشتم که آقا یکی حاضره مثلا جابشو برای من کنار بذاره، جابی که بهش خوب پول میده و مثلا بیاد مثلا روی ایده آن تستد من کار بکنه. مثلا همین اولین کسی که یه جورایی این چیزو برای من انجام داد، من گفتم خب بیا با هم چیز کنیم، کوفاندر بشیم، درسته؟ ولی مثلا تو این قسمت تو استارتاپ دوم مثلا ما رفتیم سرمایه رو از بهترین اسمی که میتونستیم جذب بکنیم جذب کردیم و گفتیم که حتما این مثلا این گروه از سرمایه گذاره مثلا معروف هم مثلا اندریسن هورویتس مثلا یکی از مثلا بهترین سرمایه گذارهای توی سیلیکون ولی هستن، گفتیم که اینا اگر پشت ما باشن
خب واسه یه استارتاپی که هیچ کسی هیچ چیزی نمیدونه، اینا اسم اینا به ما کمک خواهد کرد. و من بعد رفتیم مثلا بهترین آدمایی که میتونستیم و رفتیم هایر کردیم. و نگفتیم آقا حالا اولین کسی که حاضر بود جابش رو کویت بکنه ما اون آدمو بیاریم. مثلا این خیلی خیلی مهمه که شما همیشه بهترین. و حالا بعد یه موقعی توی دوراهی قرار میگیری که یه آدمی اینترویو میکنی که مثلا بیاد حالا برای تو کار بکنه و اون آدم از تو بهتره. مثلا حالا فلان اسکیلش میبینی اصلا، خب یعنی وقت تو رو میذاره توی حالتی که یا من آیا کسی بیارم که اون از من بهتر باشه؟ نکنه که یه آدمی که امنیت نشته باشه میگه نکنه که این آدم بیاد دیگه من خیلی زیاد مهم نباشم تو کمپانی. و این نظر من خیلی هم چیزی توی ایران من دیدم زیاده. مثلا این کسایی که مالک حالا یه شرکتی هستن این کاری هستن میترسن که نکنه زیر دسته بیاد برای خودش مثلا چیزی بشه. ولی اینجا دقیقا مثلا این خیلی مهمه که بری کسایی رو بیاری که از خودت بهتر باشن. اصلا فکر کنم مارک زاکربرگ اینو گفت که مثلا گفته من فرمول موفقیتم توی فیسبوک اینه که رفتم آدمایی رو بهشون گفتم بیاین شرکت من کار کنین که خودم میرفتم برای اون آدما کار میکردم. و آره این اینا خیلی مهمه که آدمای و این ببین یه چیزی هم هست خیلی جالبه. آدم یه کمی یعنی این چیزی که من میگم هزینه هم داره. هزینهش اینه که شما اون احساس خوبی که الان فکر می‌کنی از همه بهتری از همه برتری اون احساس از دست میدی، چون دیگه کسای دور و برت هستن که از تو بهترن، خیلی هم بهترن. و این باعث میشه که شاید تا حدی شادی روزمره‌ات گرفته بشه. همیشه می‌بینی مثلا آقا این کارو این داره از من خیلی بهتر انجام میده. آدم بالاخره آدم دیگه، اینا براش مهمه. ولی این هزینه رو باید بدی که کار خوب انجام بشه و شرکت خوبی بسازی. چقدر عالی و خوب این که کارآفرینا واقعا اینو تو خودشون تقویت کنن که توی استخدام این کسی رو بیارن که حتی از خودشون هم بهتر باشه باشه، ولی کمک کنه که حالا اون سیستم و کمپانی به اون هدفش راحت‌تر برسه. نشون دهنده اعتماد به نفس اون کارآفرینه. اگه بتونی یه نفر بیاری که از خودت بهتره، نشون میده که اعتماد به نفس داری. بعد ناخواسته خودتو هم بالا میبری، یعنی خودتو هم در رسته کسایی قرار میدی که یکم هم کمک میکنن بکشنت بالا. خب خیلی عالی بود مهیار جان، مخصوصا این صحبت‌های این قسمت برای اولین بار توی لایو اتفاق افتاد و خیلی قطعا کمک میکنه به دوستانی که هم استارتاپ رو دارن ران میکنن هم دارن کارآفرینی میکنن. شما بعد از اون تجربه که داشتید توی استارتاپتون گوگل تشریف بردید اگر اشتباه نکنم ترتیبه شد، چی شد اینترویو گوگل رو دادید؟ مراحل اینترویوتون چجوری گذشت اگر وقتتون گرفته نمیشه؟ و تجربه گوگل هم بگید ممنون میشم. آره حتما. ببین دو علت داشت. یکی این که دوست داشتم یه ذره برم یه جایی که یه ذره چیز کنم، یه کمی به خودم بیام و حالا اون چیزی که اون تجربه که داشتم و یه کمی بتونم درمان بکنم. یکی این بود. دو هم این که دوست داشتم یه کمپانی و یه رولی داشته باشم که واقعا برم ببینم این کمپانی موفق و تو این رولی که من هستم چجوری کار میکنه. مثلا میخواستم از نزدیک برم یه مثال یه کمپانی موفق خوب بتونم ببینم. و علتی که به پرادکت منیجمنت رفتم اونجا پرادکت منیجر شدم به اون اپلای کردم. مثلا اول گوگل منو برای سافتویر انجینیر چیز کرد، اینترویو کرد و اینا. اینترویو من خوب رفت جلو. بعد گفتش که من گفتم که من میخوام پرادکت منیجر چیز کنم. این رپیتوری گفتش که مطمئنی اگه پرادکت منیجر چیز کنی و اینترویو بد بشه این یکی هم از دست میدی؟ یا من گفتم باش حالا من میخوام اون کار رو بکنم دیگه چیکار کنم. بعد هیچ دیگه رفتیم جلو و مثلا اون اینترویو رو انجام دادیم. حالا علتی که میگم پرادکت منیجر برام جالب بود، خب من به عنوان حالا کسی که تجربه محدودی داشتم نمیتونستم که برم از طریق سافتویر انجینیرینگ برم مثلا با وی پی ها و آدم های مثلا سطح بالای گوگل مثلا بتونم چیکار کنم. ولی پرادکت منیجر یه رولیه که شما حتی اگر خیلی هم سینیور نباشی به خاطر اینکه رولت پرادکت منیجمنته میری یه ذره با آدم های سطح بالاتر میتونی تو کمپانی ها کار کنی. و این برای من خیلی مهم بود. دوست داشتم ببینم که
مثلا تو اون سطح بالا چه اتفاقی داره میفته، چه جوری تصمیم ها گرفته میشه، چه جوری چه میشه، این برام مهم بود این کار رو. و یه جوری هم این اتفاق افتاد، مثلا با اینکه حالا خیلی سینیور نبودم ولی خیلی تونستم همون تو اون چند سالی که گوگل بودم مثلا با وی پی و اس وی پی مثلا تو اون میتینگ ها بودم و تصمیم های سختی که اونا بعد میگرفتن، خب من اونجا بودم و میدیدم چه جوری تصمیم ها میگیرن، چه پارامترهایی نگاه میکنن و اینا، اون برام خیلی جالب بودش. و آره یه جوری هدفم از گوگل رفتن، هدفم این دوتا چیز بود و خوب بود، این تجربه خیلی خوب. علاوه این که باز توی کمپانی خودم هم مثلا تکلید تیممون که مثلا واقعا یکی از بهترین مهندسایی که من باهاش کار کردم مثلا استخدام کردم، مثلا اومد مثلا دیپسل، خب اونم یه جورایی چیزم بود برام، هایرینگ گراوند هم بود که برم ازش از اونجا مثلا هایر بکنم. چقدر عالی و خوب. یه جمله رو گفتین مهیار جان در مورد قدرت تصمیم گیری دوستان توی گوگل، میخوام بدونم از نظر شما تصمیم گیری جز کدوم یکی از اولویت چندمه؟ حالا چندمش هم خوب نیست، میخوام بگم برای کارآفرین جز الزامات هست که بتونه تصمیم گیرنده خوبی باشه، درسته؟ و معیارای این تصمیم گیری رو به نظرتون چجوری میبینید؟ من یه پرانتز باز کنم، چرا اینو پرسیدم؟ چون به شدت من میبینم که کارآفرینا دارن کسب و کارشون رو از دست میدن به خاطر اینکه تو بحران تصمیم درست خودشون نمیگیرن، دیگران براشون میگیرن. ببین تصمیم، اولا یه چیزی که روش تصمیم میگم، میگن تصمیم نگرفتن هم خودش یه تصمیمه، این خیلی مهمه که حالا این decision is a decision. و واسه همین شما حتی اگر یه تصمیمی هم به تعویق میندازی باید همیشه تو ذهن اینو بگیر که من دارم این کاری که من دارم میکنم خودش تصمیمه، و موقعی که این فکر رو میکنی این بهت این قدرت رو میده که خب اگر این یه تصمیمه شاید من یه تصمیم بهتر باید بگیرم، درست؟ این یه مورد. من چیز بهترین چیزی که راجع به تصمیم گیری شنیدم و تو کارم هم رعایت میکنم، فکر کنم یه وارن بافت یکی از پولدارای معروف تو آمریکاست اینو گفته جوری که من تصمیم میگیرم اینه، اینی که من هر تصمیمی که میاد جلو تمام اطلاعاتی که میتونم داشته باشم راجع به اون جذب میکنم و بهترین تصمیمی میتونم بگیرم میگیرم، ولی بعد که اون تصمیم گرفتم هیچ وقت بر نمیگردم عقب و نگاه کنم، هیچ وقت نمیگم که خب حالا اگه این کارو میکردم چی بود نکنه، چون میگه انقدر مهم اون تصمیم های جلوتر که وقتی تو بذاری سایکل ذهنی بذاری رو اونا فکر کنی، که اصلا این که هی بری به قول معروف سکند گس بکنی که حالا این تصمیم آیا درست بود، موقعی که گرفتی یک بگیر و برو جلو. و خب obviously همه تصمیم ها هم درست نیست، ولی میگم باز همون تصمیم نگرفتن خیلی وقتا کاستش از تصمیم غلط گرفتن بیشتره. و واقعا آدم فکر بکنه حالا چه تو زندگی چه تو کار، اینا چند تا تصمیم بزرگی که واقعا آدم نمیتونه ریورسش بکنه، نمیتونه تغییرش بده، بقیه همه تصمیم شما اگر یه تصمیم غلطی هم بگیری میتونی بعدا درستش بکنی، ولی اون که بشینی روی چیزی و تصمیم نگیری اون از همه چی بدتر شد، اونو زمانی که دست بدار هیچ وقتی نمیتونی برگردی. چقدر جمله عالی گفتین و واقعا همینه که ما بتونیم یه تصمیم رو که میگیریم آقا پاش وایسیم دیگه بریم برای تصمیمای بعدی و کارهای جلوتر و اینها. و چقدر تعبیر جالبی کردین از این که گفتین تصمیم نگرفتن خودش چه تصمیمش رو دادم در زمان درستی بتونه تصمیم بهتری بگیر. خب دوستان عزیز سوالای خیلی خوبی دارید میپرسید، من اجازه بدید از رو داستان خیلی دور نشم ولی قول میدم برگردم ریز ریز بپرسم. شما کمپانی گوگل که تشریف داشتین، بعد اونجا ایده استارتاپ بعدیتون که فکر میکنم اسمش دیپسل هست اونجا شکل گرفت و الان هم دیپسل هستین، خوشحال میشم این موفقیتتون و خلق این کسب و کار برای ما بگین. آره خیلی اطراف کارم تو گوگل نداشتش، این بود که یه پروژه من با خانومم مهدوخت که علم یه لحظه گفتیم من رو لایف و استاد دانشگاه مهدوق، موقع مهدوق پستاک بود توی استنفورد،
به این ایده رسیدیم. ایده هم اینجوری بود که مهدو چیزش فیلد کاریش به زمینه مایکروفلویدیکس بود. مایکروفلویدیکس یه ساختن مثل یه چیپ هاییه که شما میتونین تو اون چیپ ها سمپل های بایولوژی ران بکنید. درست؟ فرض کنین شما میخوای مثلا چه میدونم خون رو مطالعه بکنی. خب اگه مثلا میخوای دونه دونه مثلا حالا یه راه اینه که مثلا پهن بکنی مثلا سمپل خونت رو زیر مایکروسکوپ ببینی. یه راه اینه که اگه مثلا میخوای حالا پهن کردن رو مایکروسکوپ اشکالی داره، مثلا ممکنه چه میدونم سلول‌ها از بین برن بمیرن، یه اون حالت طبیعی خودش نیست. ولی اگه بخوای تو حالت طبیعی خودش مطالعه بکنی، بسیاری بعد خون رو باید توی رگ مطالعه بکنی دیگه. مایکروفلویدیکس مثلا ساختن یه رگ مصنوعی که بتونی این کار باش بکنی. و چیز مهدو حالا ریسرچش بیشتر تو اون قسمت. بعد مثلا کار جالبی که مثلا میکردن این بود که مثلا اینا رو یه دیزاین های انجام میدادن و این چیز میشد. مثلا فرض کنیم ما علاقه من بودیم که یه سلولایی رو نگاه بکنیم که از یه سایزی بزرگتر بودن. مثلا معمولا سلولایی که سرطانی هم مثلا بزرگ میشن. حالا فرض کنیم ما میخواییم یه جوری مثلا اینو دیزاین بکنیم، این رگو، که سلولای سرطانی که بزرگترن مثلا برن یه قسمت این چیپ قرار بگیرن که ما تو اینا رو مطالعه. خب و کار محتوی بود که چطوری من میتونم این چیپ رو دیزاین بکنم که این اتفاق بیفته، یا مثلا سلولایی که نرم ترن مثلا برن یه جوری. بعد ما موقعی صحبت میکردیم همینجوری با هم به کارامون، من گفتم آقا من امروز این کارو کردم فلان اینا، من این کارو کردم فلان اینا، گفتش به من که آره مثلا ما این کاری که میکنیم که بعضی این که اینو دیزاین میکنیم میبریم اینا زیر مایکروسکوپ ببینیم که آیا واقعا این دیزاین کار کرده یا نه. مثلا میریم نگاه میکنیم ببینیم آیا واقعا این سلا بزرگ هستن یا سلا این چیزا، و زیر میکروسکوپ که نگاه میکنیم خب مشخصه. بعد با هم حرف زدیم مثلا گفتم که خب چرا مثلا بعد یه آدم نگاه بکنه به این داستان، چرا ای آی نظری؟ خب مثلا من از اون وقت خیلی مثلا تشویق رو ای آی داشتم که چقدر خوب میتونه عمل بکنه. و بعدش هم حالا یه ایده بزرگتر از اینم این بود که اصلا چرا ما منتظر باشیم که این کارو چیز بکنیم، ولیدیتش بکنیم با حالا یه آدم؟ چرا اصلا یه حالا یه اینتلیجنس اون وسط راه قرار نگیره بگه آقا جون سلای بزرگ این و سلای کوچیک این و سلایی که مثلا هستشون نسبت بهشون دیگه بیان بالا؟ یعنی به صورت اکتیو ای آی چیز بشه، اینوالو بشه به جای اینکه ولیدیت بکنه. حالا این خیلی میگم اینجوری که من دارم تعریف میکنم، میگم کاملا یه چیز ساینتیفیک کیوریوسیتی بود، یا مثلا اینکه آقا میتونیم این کار بکنیم یا نه. مثلا شروع کردیم که حالا بریم از شیشه بعد از اون بعد که مثلا من کار گوگلم تمام میشه من میام استنفورد مثلا بشینیم با هم می‌ذاریم این کار رو بکنیم دیگه. مثلا ما شروع کردیم میگم یه پروژه از شیشه بعد از ظهر تا 12 شب واقعا چیز می‌کردیم توی همون لب استنفورد با هم، و بدون اینکه اصلا بدونیم به چه درد می‌خوره این کاری که حالا می‌کنیم چیه درد می‌خوره. شروع کردیم این کار رو انجام دادن. مثلا یکی از دوستای منم که از استارتاپ قبلی من می‌شناختمش، چون من خیلی موظف بودم مثلا خیلی زیاد خودم مثلا در دیولپمنت نشم، چون گوگل یه جورایی بود که مثلا دوست نداشتم چیزا قاطی بشه، کارام قاطی بشه. بعد یکی از بچه‌هام از استارتاپ قبلی مثلا به اون گفتم که آره مثلا داریم کار می‌کنیم، اونم مثلا اومد کمک کردن، و با استاد محتوفم که یکی از مثلا بزرگترین آدمای مثلا تو جنومیکس تو استنفورد مثلا اونم بهش گفتیم، اونم خیلی اکسایتد شد و شروع کرد مثلا ما ساپورت دادن و کمک کردن. ما این چیز کوچولویی ساختیم به آفیس تکنولوژی لایسنسینگ، یعنی اونجایی که پتنت های استنفورد به فایل میشه اینا، باشون حرف زدیم که آره ما این چیز ساختیم و اینا خیلی علاقه‌مند شدن. مثلا ما گفتیم شاید بهشون بگیم اینا یه پولی مثلا ما بدن بتونیم بیشتر بسازیم و اینا، مثلا امیدوار بودیم مثلا 20000 دلار 25000 دلار بدن، اینا انقدر علاقه‌مند شدن یه 250000 دلار دادن. بعد ما پول بیشتر داشتیم، شروع کردیم چیزای جالب ساختن اینا. ولی میگم هنوز باز خیلی این داستان چیز بود، داستان این بود که
مثلا چقدر جالبه ساینتیفیک. بعد یواش یواش که یه ذره پروژه پا گرفت گفتیم که خاله یه ذره اصلا حرف بزنیم به درد کسی هم میخوره یه همچین کاری که ما داریم میکنیم و اینا. بعد مثلا شروع کردیم با چند نفر حرف زدن، مثلا یکی از کانتکت های خودمون بودش سی تی او ایلومینا، یه آیه ایرانی هستش، خیلی هم معروف و خیلی هم کارش درسته، به نام مصطفی رونقی، که مثلا اون رو ما توی چیزمون میشناختیم و اینا. مثلا با مصطفی حرف زدیم، ایلومینا یه شرکت خیلی بزرگه بایوتک که توی چیز که تمام دستگاه های سیکوینسینگ و سیکوینسینگ دی ان ای و اینا رو میسازه. نمیم سیکوینسینگ رو تو فارسی چه ترجمه کردن. آره با اون حرف زدیم و مثلا گفتش که مثلا اگه واقعا یه چیزی کار بکنه ما خیلی علاقه مندیم، ما میخریم یه چیزی رو از شما. بعد دیگه مثلا با چند نفر دیگه هم حرف زدیم، میدونیم که واقعا جالب. حالا کجا این به درد میخوره چیزه خیلی حالا الان بهتون میگم چند دقیقه دیگه که اصلا کجاها به درد میخوره. ولی بعد بالاخره میگم استنفورد خیلی هم چیزه، خیلی هم با شرکت های سرمایه گذاری چون مثلا خیلی وقتا اصلا این شرکت سرمایه گذاری میان توی لبای استنفورد میگن آقا چه اتفاقی داره میفته چیه اینا. خلاصه از اون طریق ما چند تا از شرکت های سرمایه گذاری هم شروع کردیم باهاشون حرف زدن، واقعا میسین که یه چیزی هستش معلوم بهش علاقه‌مندن و شروع کردیم مثلا خوندن که آقا چه کاری میشه با این کرد. خلاصه چی فهمیدیم که آره این یه چیزیه که حالا یه ذره استپ بک بکنم که اصلا کجاها این به درد میخوره. ما حالا برگردیم به ساینس داستان. ما خب میکروسکوپ و کارهایی که با میکروسکوپ انجام میدیم خیلی مثلا 400 ساله که کلی کار جالب مدیکال با میکروسکوپ انجام شده درست. ولی میکروسکوپ اشکالش اینه که آقا نالج همش تو مغز اون کسی که داره میکروسکوپ رو نگاه میکنه و حالا چطوری میخوایی نالج رو ترانسفر بکنی؟ مثلا باید برید چه میدونم از یه چیزی عکس بگیری بگی توضیح بدی فلا اینا، یکی این تکست بوک رو بخونه فلا اینا، اون از داستان میکروسکوپ. و بعدش هم فرض نیست جالبی تو میکروسکوپ پیدا کرد بعدش میخوایی چیکار بکنی؟ مثلا اگر شما فرض کنید مثلا یه سلولی پیدا کردی که دیدی این سلول فرق میکنه مثلا تو این بافت سرطانی و مثلا یه چیزی هم داری، خب بعدش چه اتفاق میفته؟ یعنی اگر بتونی این کار رو با یه بافت زنده انجام بدی و بتونی بافت زنده رو در آن واحد مطالعه بکنی و بتونی جدا بکنی چیزای جالب و ازش، خیلی کارا میشه انجام. مثلا حالا کارا چی؟ یکی در زمینه اصلا تشخیص بیماریه یا میگن دیاگنوستیک. مثلا میتونی آقا فرسونی بافت نگاه میبینی یه سری سلولات شبیه سرطانی هستن، این سلولات رو جدا بکنی تست بکنی ببینی آیا واقعا اینا سرطان هم یاره. میتونی توی ساختن دراگ مثلا این کار، ساختن دارو مثلا. خیلی وقتا ما خودمون مثلا تو کرونا، توی سرطان، توی اینجور چیزا خود بدن ما بهترین دراگ برای اینکه چرا مثلا یه سری ها کرونا میگیرن خوب میشن یه سری ها خوب نمیشن یا سرطان چرا اینجوریه، چون ما گلوبولای سفیدمون بعضیامون بهتر از بقیه کار میکنه درست. و ما اگه مثلا بتونیم تشخیص بدیم که کدومی که از این گلوبولای سفید هستن که بهتر دارن کار میکنن و مثلا بریم اونها رو اصلا بریم تو لب تکثیرشون بکنیم، یعنی خیلی کار میشه کرد با اینکه اصلا ما بتونیم این سلول‌ها رو مطالعه کنیم و جدا بکنیم از بقیه چیزا. و میگم یعنی انقدر اپلیکیشن‌هاش انقدر زیاده توی تشخیص بیماری، توی ساختن دارو، توی حتی چیز کردن، جلو بردن اصلا فهم ما از بیولوژی اینا، که خب ما به نشستیم که واقعا این یه تکنولوژی که به صورت پلتفرم تو همه لبا قرار بگیریم. و خب آره اصلا گفتم بگیم مثلا رو رفت مال بهترین اینوستر ها، بهترین چیزا، و الان هم سخت مشغول این داستانی. الان تقریبا از اصل ایدش از 6 ساله میگذره، از موقعی که جاب ما کویت کردیم اینا از 2017 این کار کردیم، مثلا 4 ساله میگذره و الان مثلا یه شرکت 50 نفره هستیم و آره داریم مشغولیم به این کار. خب خیلی عالی.
من یادم لایوی که با آقای پروفسور خادم حسینی داشتیم، حالا خیلی البته بی ربط به صحبت شما، ولی داشتن در مورد ساخت اندام های مختلف بدن صحبت میکردن، اینکه قلب رو دارن میسازن، کبد رو میسازن و اینکه دارن کاری میکنن که بدن اونو پس نزنه و غریبه ندونه و اینا. بعد یاد شما رو و دنیاتون رو دیدم چقدر حالا همراستا میتونه باشه با تراساکی. آیا با تراساکی هم همکاری داشتید یا اصلا کلا هیچ نقطه مشترکی به هم نمیخورین؟ چون خیلی از دوستان تراساکی رو میشناسن. ما لایو با تو کلامتون با دکتر صمد هدیان هم داشتیم از دوستان ایرانی های دیگه تراساکی، و همین دیکم میشناسن بقیه. بگو تراساکی به چیه؟ تراساکی کمپانیه که آقای خادم حسینی درست کردن و داره همین کارا رو میکنه، داره اندام بافت مصنوعی میسازه، داره قلب درست میکنه، کبد درست میکنه. ببین حالا تراساکی که خیلی راجبش نمیدونم، ولی دکتر خادم حسینی اتفاقا مهدف خودش بکگراندش برق شریف بودش و یعنی مثلا خودش خیلی انجینیری بود، ولی بوستون که بودش اتفاقا تو لب دکتر خادم حسینی اصلا اکسپوز شد به اپلیکیشن های بایولوژی و اینا. یعنی خب محبوب دکتر خادم حسینی خیلی هم میشناسن و اینا، و آره میگم ما خیلی نسبت بهش چیزی به دکتر خادم حسینی یه جورایی چیزی بدهکاریم بهش، چون محبوب رو اکسپوز کرد به اپلیکیشن های بایولوژی. چون خب از همینجا یه سلام میکنیم با دکتر خادم حسینی، چون خیلی هم واقعا حامی هم. من اولین لایو هم با ایشون داشتم، بعد خود ایشون به من چند تا مهمون معرفی کردن که دوباره اون مهمونا باعث شد من شجاعتم بالاتر بره و خیلی هم تو بحثای بیولوژی و اینها واقعا کانتنت های خوبی رو ارائه دادن که لحظه شماری میکنیم که همسرتون هم در واقع توی لایوشون اگر دعوت ما رو بپذیرن کانتنت های خوبی رو ازشون بشنویم. خب دیپسل، مرسی. دیپسل فرایندی اومد که هوش مصنوعی رو آورد در کنار بیولوژی و کارشو با یک کمپانی 50 نفره داره توی حالا 4 سال جدی جلو میبره. یکم از موضوع کار با اجازه شما دور میشیم، یه چند تا سوال رو میپرسم، بعد توی حالا انتها مجدد در مورد این موضوع چند تا سوال خدمتون دارم. میخوام در مورد مدیریت زمان بپرسم. مهیار جان سرشون خیلی شلوغه، هم توی کمپانی خودشونن هم به هر حال خانواده رو دارن، پدر هستن، حتما تفریحات مختلف دارید. مدیریت زمانتون بین همه این فعالیت ها چطور اتفاق میافته؟ ببین مدیریت زمان خیلی سخته، یعنی همه ما باش درگیریم و من نمیخوام وانمود بکنم که من فرمول طلایی دارم که بقیه ندارم، ولی چیزی که من راجع مدیریت زمان یاد گرفتم، باز اینم فکر میکنم یه اصطلاح اینجا حداقل تو سر کار میگم، یعنی اگه میخوای یه کاری انجام بده، مثلا یه کاری رو میخوای انجام بشه، بده به کسی که سرش شلوغه. چه جمله خوبی. دقیقا برعکس چیزی که فکر میکنی، درسته. علت اینه که اون کسی که سرش شلوغه چون میدونه وقت نداره، دونه دونه تمام چیزها رو پلان کرده که مثلا آقا من از 11 تا 11 نیم این کار رو کنم. من مثلا بعضی وقتا میام ایران، این که اون پلن خیلی تو ذهن مردم وجود نره، یه ذره اعصابمو خرد میکنه. آقا مثلا الان برنامه چیه؟ میگن آقا چی، خب نشستیم دیگه، هستیم. مثلا میگن یعنی یه کمی آره اون چیزه، این که مثلا من خودم شاید واقعا یک ساعت از 24 ساعت من اوپنه، پلن نداره. 23 ساعت دیگه، یعنی من رو حتی با دقت روی کلندرم، نه اینکه فقط هم 23 ساعت دیگه کار میکنم، obviously نمیدونم کار بکنم مثلا، ولی حتی تفریح هم زمان داریم، یعنی واقعا از این ساعت تا این ساعت فقط یه ساعت رو گذاشتم اون وسط واسه اینکه چیزای پیش چی میگن که نمیدونی پیش بینیش بکنی. آره داستان فقط اینه که یک چیز باشی، یکی این که واقعا راجب زمانت سیریس باشی و همه چی رو داکیومنت بکنی، و بعدش هم دو هم موقعی که زمان کم داری یه کمی شروع میکنی اپتیمایز کردن و افیشنت کار کردن، که اونم خیلی مهمه که آره مثلا من چطوری میتونم
مثلا اگه مثال میدم، مثلا من وقت ندارم روزا در نوزه که خودم دلم میخواد مثلا تحرک داشته باشم. خیلی از میتینگامو من میتینگ واکینگ میتینگ دارم با مثلا با جزم با همکارم، میگم میتینگمون رو بعد بریم راه بریم، چون نمید اگه این کار نکنم خب هیچی اونقدری که باید تحرک داشته باشم ندارم در نوزه. اینجور افیشنسی ها خب خیلی مهمه دیگه. و حالا افیشنسی های مراحل بالاتر هم که خب بالاخره ببینی اصلا چه چیزایی برات مهمه، چه جور میتینگ هایی باید داشته باشه، چیزایی نداشته باشه. ولی میگم کلن اصطلاح میگم سیلور بولت وجود نداره. من فرمه تلایش رو ندارم، خیلی هم سخته و خودم مثلا دوست دارم بهتر از اینی که هستم باشم. خب خیلی ممنون. من همینجا یه تشکر از شما بکنم مهیار جان، فوق العاده عالی بوده تا الان. از شما بابت اینکه خالصانه تمام تجربیاتتون رو به اشتراک گذاشتید ممنونم. یعنی چیزاییه که واقعا با سختی به دست آوردین ولی ما خیلی راحت داریم میشنویم و مطمئنم که خیلی ها انرژی میگیرن. امیدوارم. مرسی. و از این کوئسشنایی که میگیرم که هنوزم نرسیدم کلیشو بپرسم، نشون به اینه که دوستانم خیلی در لذت میبرن. میگم من واقعا ممنونم، نمیگم کم کسی پیدا میشه ولی واقعا افتخار میکنم خدا کمک کرده ما دوستانی مثل شما رو پیدا کنیم که بدون هیچ چشم داشتی صادقانه و خالصانه تجربیاتتون رو به هموطنامون به اشتراک میذارین. خوشحال میشم. آره این چیزایی که مثلا من خودم هم دوست داشتم یه زمانی خیلی زودتر از این چیزا یکی این چیزا رو به من میگفتش، امیدوارم که به درد بخوره. خیلی هم خوب، مرسی. اگر یه سوال چالشی، اگر بتونید به 15-20 سال گذشته شاید هم قبل‌تر برگردین، چه کاری رو انجام نمیدین یا به شکل دیگه انجامش میدین؟ چندش رو بهت گفتم، مثلا که بیشتر کار میکردم موقعی که چیز بودم دیگه. چه کارهایی به شکل دیگه انجام میدادم؟ ورزش های گروهی حتما میکردم. من یه ذره چیز بودم، بچه که بودم خیلی تو خودم بودم و خیلی مثلا همینم علاقه داشتم مثلا کتاب بخونم، چه میدونم برم و توی طبیعت مثلا دنبال کرم و قورباغه و اینا بگردم. یه ذره اینجوری هم چه آدمی بودم. خب ولی الان یادم میادش، اگه عقل الانم داشتم یکمی ورزش‌های گروهی بیشتر میکردم. علتش هم اینه که ورزش‌های گروهی آدمو میسازه برای رهبریت بهتر، برای تیم ورک بهتر. خیلی مهمه برای ورزش گروهی. این دو تا دیگه چی کار میکردن؟ یه چیزی هم که حالا نمیدونم، حداقل ذهنیتم خیلی عوض شده، اینه که به همه چیز تو زندگی خیلی گذراست. یعنی ما خیلی وقتا موقعی که جوانترم هستیم فکر میکنیم همه چیز الان اینجوری خواهد موند. حالا مثلا اینکه شما الان تو ایرانی، مثلا اینکه مثلا کنار خانوادتی، اینکه نمیدونم پدر مادرت پیشتن، اینکه نمیدونم مثلا هر چیزی که شما فکر میکنید، هر چقدر ما جوانترین فکر میکنیم که خب دنیا این ریختیه. و اینکه آدم به این درک برسه که هر چیزی که ما الان داریم فردا میتونیم نداشته باشیم اون چیزو. مثلا من خیلی آدمو تو زندگی یه جور دیگه زندگی میکنه آدم، یه جور دیگه با پدر مادرش رفتار میکنه، یه جور دیگه با دوستاش رفتار میکنه، یه جور دیگه با برادرش با خواهرش رفتار میکنه، یه جور دیگه. کلا این خیلی چیز خوب و مهمیه. و آره مثلا اگه عقل الانمو داشتم بیشتر اپریشیت میکردم که هر چیزی که من دارم اون موقع ممکنه فردا دیگه نداشته باشم. و همین الان هم همینجوریه. الان هم هر چیزی که من الان امروز دارم ممکنه فردا نداشته باشم، چیزای دیگه داشته باشم. این خیلی مهمه. چه نکته خوبی واقعا، این که قدر حالمون و داشته هامون رو واقعا بیشتر بدونیم. چه نکته خوبی که فکر کنم تو مهاجرت آدم بیشتر یعنی درس اینو میگیره که اون چیزایی که قبلا داشته یهو شاید ازشون دور شده باشه. ما در مورد پیشرفت ها بیشتر صحبت کردیم، خیلی خوب شما به شکست ها هم اشاره کردید. حالا میخواییم توی این سوال یه جوری جمع‌بندی کنیم در مورد روزای تاریک و شکست. قطعا روزایی بوده که کارتون جلو نمیرفته، هر چی تلاش میکردید نمیشده، یا اینکه یه کاری انجام میدادید شکست میخوردید. اون روزا رو شما چه جوری گذروندید و به خودتون چی میگید اون روزا؟ ببین
باز میگم راحت نیست، یعنی اون روزا برای همه بده. من میتونم بگم اون روزا من بشکن زدم و خوشحال بودم، برای همه بده. چجوری گذروندم؟ یه قسمت مهم اینه که آدم کسایی رو توی شبکه اجتماعیش داشته باشه که اون روزا بتونن بیارنش بالا، میدونی؟ و این چیزی هم نیستش که شما ممکن اتفاق بیفته تازه بری چیز کنی، یعنی باید اولا خودت هم این کار رو برای بقیه کرده باشی، درست؟ و اصطلاحا اینجا یه اصطلاح خیلی خوب رو میگن سوشال کپیتال، یعنی چیز این سرمایه اجتماعی، اینو به عنوان یه سرمایه نگاه میکنن اینجا بهش. و واقعا شاید سرمایه که از سرمایه نقدی خیلی چیز داره، خیلی ارزش‌تره. اون سوشال کپیتال خیلی مهمه. موقعی که آدم داون میشه، اگر یه اطرافیانی داشته باشی که یک، اونا آدم موفقی باشن، و دو، شاید شبیه روزایی که تو داشتی و قبلا گذروندن، آدم هم دیگر کمک میکنه. و مثلا من الان خودم هم اگر مثلا کسی شبیه اون روزای بد منو امروز داشته باشه، خب من خیلی حرفا دارم بهش بزنم که کمک کنم. این به نظر من خیلی مهمه که آدم سرمایه اجتماعی خوبی داشته باشه. دو، همین که آدم یواش یواش به مرور یاد میگیره که از پس مشکلات در میان، یعنی هر چقدر. و اینم باز ایمان بهت بگم، شاید علت این که من میگم بیشتر، حتی بیشتر از اون قدی که کار کردم کار میکردم و اینا، این که آدم خودش رو بیشتر اکسپوز بذاره تو شرایطی که، در معرض شرایطی بذاره که حالش بد بشه، در آینده حالش بهتر خواهد بود. یعنی هر چقدر خودتو پروتکت بکنی از اونا، بعدن این اتفاق بعدی بیفته تو هیچ چیزی نداری، هیچ تجربه‌ای نداری که چی کار باید بکنی. واسه همین میگم این که آدم زندگیشو کامل انجام بده و از تجربیات مثبت و منفی نترسه، خیلی بهش کمک میکنه که واقعا اون تجربیات منفی هم در آینده قرار اتفاق بیفته و مهمه تو زندگی، قبلا تو یه تجربهشون داری که چی کار بکنی. خیلی هم عالی، واقعا ممنونم. اگر بخوان یک جمله، بیت شعر یا ضرب المثلی که همیشه سلوحه زندگیتون هست و نام ببرید، به چه جمله و شعری چیزی میتونید اشاره کنید؟ خب خیلی سخته که بین همه چیزای خوب آدم یه دونه رو انتخاب کنه، مشکل داشت. ولی من باز شاید ساده ترین چیزی که بگم این چیزی که همیشه پدرم به من میگفتش و خیلی برام مکسنس میکنه، همیشه یه اصطلاحی داشت خیلی ساده به من میگفتش که مهیار، هر چیزی یه بهایی داره، هر چیزی که تو زندگی میخوای یه بهایی داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان چه میدونم اومدم آمریکا مهاجرت کردم، حالا مثلا ممکنه با پی اچ دی گرفتم، یه سری چیزای خوبی مثلا اینجا کسب کردم، مثلا یه چیزی دارم، ولی یه بهایی دادم برای این. مثلا بهاش این بوده که مثلا شاید توی مثلا 15 سال گذشته چه میدونم در مجموع مقدار زمانی که مثلا با پدر و مادرم گذروندم، مثلا شاید به واحدش ساعت باشه یا واحدش روز باشه، میدونی؟ یه چیزایی هستش که میگم واقعا باید بهاشو بدی و بعد پی اونو به تنت بمالی که آقا اگه من میخوام این کارو بکنم این بها داره. و خیلی وقتا من میبینم آدما موقعی که یه سری حالا عقده های فرو خفته دارن یا یه سری چیز دارن، یه سری ناراحتی های دارن که اذیتشون میکنه، اینه که از قبل بهای اون کاری که تصمیم گرفتن انجام بدن و چیز نکردن، محاسبه نکردن، و اون تقریبا تبدیل میشه به عقده و به ناراحتی و اینا. واسه همین خیلی به نظرم مهمه که همیشه آدم چیز بکنه که من این تصمیم دارم میگیرم بهاش اینه و آیا من با بهای این تصمیم حاضر هستم، راضی هستم که این کارو بکنم یا نه. چون اگه راضی نباشم بعدن برمیگردم میگم آخ چه اشتباهی کردم. چه جمله خوب و عالی. اگر بخواید یه تعریف از خوشبختی بکنین مهیار جان، تعریفتون از خوشبختی چیه؟ ببین باز این من
یکی یه چیزی که اخیرا خوندم باز از همین آقای وارن بافه که نمیدونم جدیدن مثل که چیزا موجای مغزی بود مثل که به میخوره جدیدن، خیلی تعریف قشنگی داره از خوشبختی. خب این یه آدمیه که مثلا از تمام شاید متریکایی که شما فرض میکنی شاید آدم خیلی موفق و خوشبختی باشه، درسته؟ مثلا بی نهایت پول داره، چیز داره، یعنی هر چیزی که شما بگی از بیرون رو این داره، ولی یه تعریفی از خوشبختی ارائه میده که من فکر میکنم خودشو از بقیه آدم های خوشبخت شبیه خودش یه جدا میکنه و دیفرنشیت میکنه و یه جوری تازه اون خوشبختی رو چیز میکنه، سرایت میده به تمام کسایی که ممکنه اونقدر پول نداشته باشن، به تمام کسایی که ممکنه اونقدر نمیدونم حالا هر چیزی که شما فرض کنید به صورت خارجی خوشبختی اونجوری تعریف کنید. حالا این مقدمه طولانی، آقا تعریف این آدم از خوشبختی چیه که من به اون تعریف انتقاد دارم؟ تعریفش اینه که میگه خوشبختی در نهایت، در انتهای عمرت که تموم میشه، اینه که نگاه بکنی ببینی آیا اطرافیانت و کسایی که تو براشون دل میسوزی، بهشون علاقه داری، دوستشون داری، آیا اونا تو رو دوست دارن یا نه. این خوشبختیه و این به نظر من یه فرق بزرگیه که مثلا ممکنه این آدم داشته باشه با خیلی آدمای پولدار دیگه که این چیزو ندارن، یا خیلی آدمای تحصیل کرده که اینو ندارن. و این نظر من این تعریف خوشبختی خیلی دوست دارم و قبول دارم. چه تعریف نوعی بود، من نشنیده بودم. چقدر خوب اینکه برای دیگران انقدر داری تلاش میکنی و زحمت میکشی، آیا اونا هم همین اندازه دوستت دارن یا نه، یا چقدر دوستت دارن. مثلا فکرشو بکن دیگه، مثلا فرض کن ما مثلا حالا کسایی که خانواده دارن مثلا بچه دارن یا پدرن، مثلا ممکنه تو فکر کنی که من خیلی بچه‌مو دوست دارم و به خاطر بچه‌م مثلا این کارو میکنم، بعد اگه مثلا 20 سال بعد ببینی آیا بچت واقعا تو رو دوست داره، یعنی آیا اون کارایی که براش کردی آیا این باعث شده که اون محبتش به تو برگرده، یعنی اگه برنگرده تو آدم خوشبختی نیستی. حالا ممکنه تو تصمیم گرفته باشی که زمان رو با بچت نگذرونی، رفته باشی کارای دیگه کرده باشی، میدونی، ولی تو ذهنت فکر کنی که من این کارو برای بچه‌م کردم، نه این چیز نیست. و حالا واسه هر کی، واسه کارمندا ممکنه مثلا من بگم آقا من برای کارمندام دارم این کارو میکنم، من برای اینکه چیز کنم این شرکت موفق بشه مثلا یه همچین کارهای تصمیم دارم میگم، آیا در نهایت مثلا 5 سال دیگه کارمند من میاد که من براش دل میسوزونم، آیا یه همچین حسی نسبت به من داره یا نداره؟ این به نظر من خوشبخت و این چیزیه که ممکنه، حالا من حدس میزنم مثلا ترامپ با اون همه پولش شاید نداشته باشه، یا شاید خیلی کسای دیگه یه همچین چیزی نداشته باشن، ولی این آقای وارن بافه داره اینو حس میکنم و اینو تعریف خوشبختی میدونه. هر کسی داشته باشه به نظر من ثروتمندترین آدم دنیاست. خب اگر ما بخوایم 3 تا نقطه قوت از زبون خودتون بشنویم در مورد خودتون، به چه چیزایی میتونین اشاره کنین؟ 3 تا از نقاط قوتتون رو. 3 تا خیلی زیاده بابا. نقطه قوت. چیزی که من از آدمای دیگه میشنوم زیاد شاید این well rounded بودنه، مثلا خیلی از این که من این همه تجربه های مختلف تو چیزهای مختلف دارم اینا، مثلا خیلی اینو به عنوان نقطه قوت راجع به من میگن. خودم چیزی که خودم فکر میکنم خوبم اینه که میتونم چیزهای بی ربط رو به هم ربط بدم، مثلا یه چیزی که حالا بعضی وقتا هم رو اعصاب ملت میره، مثلا راجبه موضوعی صحبت میکنیم میگم این شبیه، مثلا خیلی آنالوجی میارم، خیلی شباهت میارم، میگم آقا این شبیه اونه، بعد مثلا حتی بعض وقتا شباهت خنده داره ولی خب تو ذهن خودم واقعا مکسنس میکنه. آره به نظر من خودم فهم میکنم چیزای بی ربط رو به هم ربط دادن و ابسترکت کردن چیزا، یعنی اون حواشی و چیزای مهمی که ندارن و ازش بزنی و قسمت مهم رو نگاه کنی، شاید این نقطه قوت من باشه. خب خیلی هم خوب، 2 تا شد ولی با ارفاق قبوله. خب این هم تواضع شماست، قطعا نقاط قوت شما فوق العاده زیاده، قطعا بیننده و الان
بیشتر از همگی میدونن که چیا هست. که من بخوام یه دونم واقعا بهش اضافه کنم، بخشنده بودنتون توی انتقال تجربیاتی هست که دارید و همینش خیلی واقعا جای تقدیر و تشکر داره. من حالا وارد سوالای پایانی میشم برای دوستانی که تو دهه 20 زندگی هستن و برای دوستانی که تو دهه 30 زندگی هستن، توصیه‌تون چیه که تو این دوتا دهه هر دهه چه مهارتهایی رو تو خودشون تقویت کنن تا راحت تر به اهدافشون برسن، دهه 20 و دهه 30؟ ببین دهه 20 و حالا دهه قبل هم بالاخره اونا هم خیلی مهمه. خیلی مهم اینه که آدم خودشو تحت معرض چیزهای مختلف قرار بده. یعنی من واقعا اینی که دارم بهت میگم واقعا اعتقادم، من فکر میکنم هر آدمی توی دنیا توی یه چیز خیلی خاصی و شاید تو بیشتر از چیز خیلی خاصی میتونه بهترین آدم باشه، میتونه بهترین بهترین کار رو تو انجام بده. ولی خب obviously الان خیلی از آدم ها بهترین تو خودشون نیستن و واسه همین من فکر میکنم اون که بگردی خودتو در معرض سای مختلف قرار بدی و اون بهترینه رو برای خودت پیدا بکنی خیلی مهمه. باز شاید میگم اینا استیو جابز شاید گفته بودی که گفتش چیز بکنید دیگه، stay hungry stay foolish، میگفتش میگفت یعنی بگردین واقعا ببینید چی باید کاری که شما باید انجام بدید. و حالا یه ذره من فلسفی چیز کنید، شاید میگم ما شاید یه جوری آفریده شدیم، بزرگ شدیم، اومدیم تو این دنیا که واقعا یه کاری باید انجام بدیم، این یک کاری باید محول شده به ما که ما اون کار انجام بدیم. اون که بفهمیم اون کار چیه خیلی مهمه و به نظر من دهه 20 واقعا هم باید بگرده اوپن باشه اون کار انجام بده. خب بعضی اون لاکچری تو ندارن، چون شاید از دهه 20 شاید باید یه خانواده رو باید ساپورت بکنن، شاید مثلا باید چیز کنن، خب اونا همه این چیزا هست، ولی خیلی چیزا بنظرم مقایر این نیست که بگردی و عشقتی پیدا بکنی، این کاری که باید بکنی و پیدا بکنی. این بنظر من مثل دهه 20 و حالا دهه 30 هم خیلی فرقی نمی کنه، آدم فقط یه ذره پرکتیکال تر میشه دیگه. تو دهه 30 خب بهتره که حالا اگه اون کار ایدئالت هم هنوز پیدا نکردی یا اون زمینه ایدئالت هم پیدا نکردی، اون چیزی که خیلی نزدیک به اونو پیدا بکنی و تو اون خودتو هی بهتر بکنی. خب شاید این تو دهه 30 شاید بیشتر مهم باشه تو دهه 20. خب خیلی هم ممنون، واقعا عالی گفتین. میخوام یه سال در مورد دیپسل بپرسم. فرهنگ سازمانی که جز میشه گفت کلیدی ترین فرهنگ سازمانی تونه تو دیپسل و خیلی بهش پایبند هستین چی هست؟ اگر بتونید به اون اشاره کنید ممنون میشم. آره اتفاقا ما چند ماه پیش دوره هم جمع شدیم که گفتیم ما بعد از راجع به همون فرهنگ سازمانی بشینیم فکر کنیم، چون فرهنگ سازمانی چیز جالبیه، باز مثل همون تصمیم گیری اگه آدم فرهنگش رو خودش انتخاب نکنه یه فرهنگی درست میشه، شکل میگیره، واسه همین باز بعد اونم بعد راجع بهش فکر کرد و چیز کرد. فرهنگ سازمانی توی دیپسل چیزایی که ما بهش رسیدیم و خیلی براش مصریم، یکی حالا اصطلاح میگن امبیشن. علت این که امبیشن برای ما مهمه اینه که ما ببین کارهایی که ما میخوایم بکنیم یا کردیم تا حالا تو دنیا انجام نشده، راستش بخوای نه فقط از جهت بیزینسی، اصلا از جهت ساینسی. خب آقا یعنی ساینسی تو دنیا تا حالا نبوده که مثلا ما بتونیم مورفولوژی سلو، یعنی اونجوری که سلولای بدن قیافشونه، ربط بدیم به چیزی که داخل سله، مثلا به دی ان ای سل، اصلا یه چیزی وجود نداره. خب موقعی که شما یه کاری میکنی که وجود نداره بیرون، باید خیلی بلند پرواز باشی، باید واقعا نترسی از اینکه داری هدفهای بلند داره، هدفهای برمیداری که موقعی که اون هدف رو داری تعریف میکنی تقریبا هدف به نظر چیز میاد غیر ممکن میاد. این خیلی مهمه مخصوصا برای کاری که تا حالا هیچ وقت انجام نشده حتی تو لول ساینتیفیک. بعد موقعی که
بیولوژی و ساینس و اینا هم میاد جلو، این یه وایلد کارت خیلی بزرگیه، چون تو خیلی چیزها رو هنوز علم بهش نرسه، نمیدونه چیه و مثلا همین سختی های خودشو داره. این یه مورد. یه چیز دیگه که من خودم خیلی دوست دارم و حالا با وارد فرهنگ سازمانی هم کردم اینه که آدم اصطلاحا میگن think in the first principles. اینو مثلا همین ایلان ماسک بکنم خیلی دوست داره و دیدش بعض وقت حرف میزنه، میگه که همیشه راجبه، چون میدید ما هممون توی دنیای زندگی میکنیم که خیلی نویز توی زیاده. مثلا فرض کن شما اگر مثلا یه مهندس مکانیک هستید، هزار جور اصطلاح مکانیکی هست که باعث میشه اصلا شما اون اصل داستان رو یادت بره که چیه. مثلا همین مثلا همیشه این مهمه که آقا مثلا اگر یه مکالمه‌ای داره توی یه سطحی انجام میگیره، بگیم آقا اصلا این همه اصطلاح رو بریز دور، بیا یه سطح پایین تر، آقا داستان چیه؟ باز اونم بریز دور، بیا یه سطح، بیا به فرست پرینسیپال فکر کن. حالا فرست پرینسیپال مثلا توی انجینیرینگ میشه آقا ما دقیقاً می‌خوایم این کار بکنیم به این علت، مثلا این چیز مهمه، این چیز مهم نیست. تو بیزینس دقیقاً عین همین. آره، این که آدم بتونه نویز رو پاک بکنه، جارگن رو پاک بکنه، حتی چیزایی که باعث میشه دوتا مثلا رشته ما مثلا کارمون خیلی اینتردیسیپلینریه، مثلا یه بیولوژیست بعد کنار یه مکانیکال انجینیر کنار یه AI ساینتیست کنار همه اینا بعد بشینیم بتونیم کار بکنیم، ما اگه نتونیم فرست پرینسیپال فکر کنیم یه شلم شلوغی میشه که اصلا نمیتونیم جمعش بکنیم. واسه همین آوردن به اون فرست پرینسیپال و اونجوری کار کردن خیلی مهمه. چقدر عالی که شما رو اینا وقت گذاشتین و خودش واقعا یه کلاس درسه. یه جمله اول صحبتتون گفتین که اصلا منو خیلی دیوونه کردن، خوشم اومد. گفتین که اگه توی سازمانی فرهنگ نسازی خودش یه فرهنگی ساخته میشه و امکانم داره بی فرهنگی خیلی بدی برو، فرهنگی که اصلا خیلی هم بد باشه. و واقعا متاسفانه من تو خیلی از سازمانا، حالا نه ایرانی تنها، ولی خب شاید بگم توی سازمانایی که آگاه نیستم به فرهنگ سازمانی، میبینم که برند داره رشد میکنه، پولم داره در میاره، ولی فرهنگ سازمانی رو چون وقت نذاشته داره همینجور بد میره و دیگه همه چی اون درون سازمان رو هوا، نیروها درست نمیمونن، کسی درست نمیتونه پروموت بشه. و خیلی جالب شما تونستید اینا رو روش وقت بذارین. این لایو چون ما میدونید که پادکست میکنیم و یوتیوب میکنیم و جای مختلف انتشار میدیم، امکان داره تو زمانهای مختلف، حالا هم اینوستورهای مختلفی هم کسایی که آیدیای خوبی دارن بخوان با کمپانی شما ارتباط بگیرن، راه ارتباط با کمپانی دیپسل رو هم بتونین بگید ممنون میشم. آره بهترین راه فکر کنم میتونم ایمیل خودمو بدم. ایمیل دیپسل من هست yar@deepcellbio.com. دیپسل هم که deepcellbio.com. چه خوب، چه عالی. یار منظورتون همون مهیار؟ آره. ه ساکن یه ذره برای آدم ها اینجا سخته، من یه موقع فکر کردم که خب از یار فقط استفاده بکنم برای چیز، چون هی ساکن سخته، ولی بعد نیستم که دوست ندارم از یار استفاده بکنم، ولی ایمیل همینجوری مونده یار، راسته بامزه است چون ایمیل هم یاره، ولی خب مثلا خودم هم مهیار چیز میکنم. خیلی هم خوب، من لحظه شماری میکنم که ایرانی های مختلفی از این کار بزرگی شما که واقعا تو دنیا تک هست بیشتر آگاه بشن و ما افتخار میکنیم به شما و کمپانیتون که اینقدر داره مسیر بی‌نظیر خوبی رو در واقع طی میکنه. هدف آتی شما چیه مهیار جان؟ هدف آتی؟ سواله خیلی سختی میبرزی. هدف این سوالا کلی کار کردیم. هدف آتی من مثلا منظور 10 سال آینده یا ممکنه اگر دوست دارین جواب بدین. آره، هر هدفی که دارید، میتونه ویژن گنده باشه، میتونه یه هدف کوچیک‌تر باشه، هر چیزی که واسه تون حالا قابل بیان هست و فکر میکنین راحت هستین. ببین هدف من اینه که بتونم هدف اینه که بتونم
خوشبختی و اطرافیانم فراهم کنم. و هدف آتیم اینه که اون تعداد آدمایی که من میتونم برای خوشبختی و زندگی بهتر رو براشون فراهم کنم بیشتر باشه. راستشو بخوای دوست دارم بیشتر با ایران چیز کنم، امیدوارم یه محیطی فراهم بشه که برای ایران بشه بیشتر کار کرد. ولی آره، در نهایت اون چیزی که منو در آینده خوشحال خواهد کرد اینه که احساس کنم تونستم ات اسکیل زندگی آدم ها رو بهتر بکنم. هرچقدر اسکیلش بالاتر بشه منو خوشحال تر میکنه. خب خیلی هم خوب، این هدفتون فوق‌العاده خوبه و خوشحالم که ما این افتخار رو داشتیم که توی این هدف از طریق همین لایو تونستیم کلی از شما یاد بگیریم. و مطمئنن همین که این فاصله ها با اینکه کیلومتری وجود داره، ولی قلب شما پیش هموطناتون هست که اینقدر با علاقه انتقال میدید تجربتون رو، به نظرم شما تو هدفتون دارید تا حد زیادی زندگی میکنید. من سوال یکی مونده با آخر رو بپرسم، این که به نظر شما زندگی بشر در آینده به چه سمتی میره و تکنولوژی با چه تغییراتی توی زندگی بشر حالا تو تخصص شما ورود پیدا میکنه و میشه حسش کرد؟ چیزای جالبی که خیلی داره اتفاق میفته اینه که یکی این که ما یه چیز عجیب غریبی داریم، به صورت خیلی عجیب غریبی داریم یاد میگیریم چطوری خودمونو به صورت یه سیستمی هک بکنیم یا انجینیر بکنیم. این خیلی جالبه که یعنی ما به احتمال خیلی زیاد به زودی یه سیستمی درست میکنیم، ممکنه چه زن باشه، ممکنه سیستم بیولوژیک هم باشه، ممکنه یه آدم جدید باشه که از خودمون خیلی باهوشتره، از خودمون خیلی کیپبلتره، ممکنه خیلی قویتر باشه، ممکنه سالیان سال بیشتر از ما عمر بکنه. بینی داریم میگه و این، حالا اگه تو مثلا یه ذره باز فلسفی نگاه بکنی، فرض کن یه نقطه خیلی عجیبه توی اِوولوشن دیگه که مثلا یه گونه بشر، یه گونه حیوانی مثلا به یه جای رسیده که خودش میتونه یه چیز بهتر از خودش رو درست بکنه. ما فکر کنم الان خیلی نزدیک اون هستیم که حالا مثلا با استفاده از AI، با استفاده از همین کارهایی که بیولوژی داره انجام میشه، با استفاده از اینا بتونیم این کار انجام بدیم. این خب یه چیز خیلی جالبه. من تا بازی حد خوبی حتی به بلاکچین خیلی امیدوارم و دوست دارم. نه قسمت چیزش، نه قسمت به نظر من قسمت ارز و کریپتو کارنسی و ایناش بعد حتی تا حدی چیز باشه، چی میگم بهش، دیسترکشن باشه. اصل داستان اینه که باز آدم ها یاد گرفتن یه چیزی درست بکنن، یه سیستم دیسنترالایزد غیر متمرکزی درست بکنن که بتونن با هم یه سری کارهایی انجام بدن که قبلا نمیتونستن اون کار رو انجام بدن. اون خیلی جا، چون ببین آدم تاریخ خوندن خیلی نظر من مفیده که آدم بفهمه در آینده چه اتفاقی میفته. و تاریخ خوندن مثلا ما تمام پیشرفتایی که در گذشته انجام شد به خاطر این بود که آدم‌ها یهو یاد گرفتن چطوری با هم بهتر بتونن کار کنن. مثلا پول کشف شد، تا حالا دیگه موقع پول کشف شد دیگه تو می‌تونستی مثلا یه کاری بکنی و کردیت اون کار رو بتونی مثلا فرداش یا هفته بعدش توی یه جای دیگه چیز بکنی، خرجش بکنی. خب این خیلی مهمه، باعث شد یهو مثلا بتونی با کلی آدمای بیشتر بتونی کار بکنی. و حالا من میگم بلاکچین هم یه جورایی داره این قابلیت رو میده که بتونیم یه سری کارهایی بکنیم که اصلا در گذشته هیچ وقت نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم. بعد حالا اینا همه چیزهای خوب، چیز بعدش هم اینه که خیلی ما به عنوان آدما و به عنوان بشر خیلی توی جای حساس و شکننده هستیم. یعنی اگه به خیلی من اصلا خیلی نگران این که تکنولوژی مشکلات ما رو در آینده حل میکنه نیستم. واقعا فکر میکنم تکنولوژی انقدر قابلیت داره که خیلی از مشکلات رو حل بکنه، ولی قسمت شکننده کار اینه که هر جایی یه اشتباه کوچیکی انجام بدیم یه هم ممکنه اون اشتباه مثل همین اسنوبال، مثل توپ برفی همین جوری چیز بشه، غلط بخوره و چیز بزرگی بشه و اصلا کلن یه
فاجعه بزرگی به وجود بیارش. خلاصه میگم هم خیلی خوشبینم نسبت به پتانسیل های تکنولوژی و هم خیلی نگران این هستم که مثلا اشتباه های کوچیک میتونه عواقب خیلی خیلی بزرگ داشته باشه. مثلا باید خیلی حواسمون باید خیلی جمع‌تر باشه نسبت به اون زمانی که حالا تو غار بودیم توی چه میدونم روستاها داشتیم زندگی میکردیم. خیلی الان اشتباه خیلی عواقب بزرگتری داره. خیلی ممنون، مرسی از شما مهیار جان. سوال آخر، ممنون میشم که یک کتاب، فیلم، سریال و پادکست مورد علاقتون رو معرفی بفرمایید. خب سر فیلم و سریال که آبرون میره چون اخیراً اصلا خوبی ندیدم. اونو اصلا دید میکنیم. کتاب، این یه کتاب خیلی خوبی چند وقت من خوندم خیلی خوشم اومده، به نام واندرلند. این واندرلند داستانش اینه که میگه تمام چیزای بزرگ پیشرفتای بزرگ بشر یه زمینه فان توش بوده. مثلا چی؟ مثلا کامپیوتر، قبل از اینکه کامپیوتر اختراع بشه حالا اون پریکرسورای کامپیوتری خیلی چیزای فان توش بوده و داره نشون میده که آقا جون مثلا بازی کردن، فان داشتن یا نمیدونم چیز دنبال کارهای که حالا نه خیلی به نظر خیلی مهم نمیاد رفتن باعث پیشرفت‌های مهم بشری میشه. به نظر من خیلی چیز جالبیه. این واندرلند رو پیشنهاد میکنم که بخونی. پادکست زیاد گوش میکنم. مثلا پادکست خب استارتاپی که زیاده، مثلا پادکست این اینوستر رو گوش میکنم، اندرسن هورویتس رو جدای خوبی داره. یه پادکستی باز استارتاپی هستش مال این فاوندر لینکدین که اسمش اسکیل فکر کنم، اون پادکست خوبیه. یه پادکستی هم هستش که یه مثلا پاپ فیلسوفر هست به نام سم هریس که اونم راجع به خیلی مسائل مختلف حرف میزنه و چیز میاره. اونم باز پادکست خوبی، این ستا رو دوست دارم گوش میکنم. دیگه میگم فیلم سریال هم نپرس، اوزام خرابه. خیلی ممنون، واقعا ممنونم مهیار جان، چون میدونم شما چقدر شلوغ بودین و مرسی که دعوت منو پذیرفتین و مرسی که وقتتون رو گذاشتین و تجربتون رو به اشتراک گذاشتین. میکروفون در اختیار شما برای جمع‌بندی نهایی. نه جمعنی خاصی نیستش و از کسایی که دارن نگاه میکنن و گوش میکنن، اولا مرسی، ممنون که وقت گذاشتین گوش کردین، امیدوارم به درد خورده باشه. شاید الان یه چیز راجع به اوضاع فعلی ایران میخوام بگم. اینکه خب خیلی کلیشه راحت همین آقا ناامید نباشین فلان نباشین، خب واقعا من پیشنهاد میکنم اینه که باز اوضاع فعلی رو توی چیز نگاه بکنید، توی اینکه میتونه این اوضاع فعلی واقعا فرصت باشه برای خیلیا. ببین مثلا اینکه مثلا خیلی از کارهایی که داره تو جاهای دیگه انجام میشه خب هنوز تو ایران انجام نشده و واقعا نیازم بهش هست و شما اینکه ایران چه میدونم حالا الان عقبه یا شاید رابطه مثلا اونجوری که باید داشته باشه با دنیای غرب نداره یا فلان و اینا خب درسته، بده برای چیز، بده برای مملکت، بده و هزار جور مشکلات هم هست، ولی شما تو مشکلات باید واقعا اپورتونیتی فرصت ببینید چون واقعا خیلی فرصت زیاده. باز یه جمله‌ای که مثلا بعضی وقت من خیلی دوست دارم راجبش فکر میکنم و اینا، یه اصطلاحی میگن اگه زندگی به شما لیمو داد، حالا لیمو اینجا ظاهرا یه چیز بدیه، ما تو ایران خیلی دوست داریم لیمو رو خودشن، میگه ازش لیموناد درست بکنی از لیمو. و خب این خیلی مهمه دیگه، اگه ممکنه الان ما خیلی همون فکر کنیم که الان دان دوبار لیمو دادن، ولی واقعا میشه از اون لیمو لیموناد درست کرد. همین. خیلی ممنون، جمله خوبی. اینکه فرصت رو تو این بحران ها ببینیم، آره واقعا، یعنی نمیخوام از نگاه تکبر بگم ولی خب منم تو ایرانم، یعنی میتونستم بشینم قصه بخورم، میتونستم بشینم، ولی خب
سعی کردم یه کانکشن ایجاد کنم و یه سری حالا لینک ها رو ایجاد کنم، لایوایی رو بذارم. نمیخوام نگاه تکبری بگم، ولی واقعا میخوام بگم شدنیه، خیلی از این اتفاقا شدنیه. یکم هم سخته، خیلی سخته، ولی صحبت شما رو کامل قبول دارم. اینو اصل جهتم خیلی آسان‌تر از مثلا اگه شما مثلا اینجا باشی، سیلیکون ولی باشی، واقعا بعد یه کاری بکنی که کسی نکرده و با همه دنیا هم داری رقابت میکنی، با همه، مثلا یکی آقا تو چین داره یه کاری میکنه، شما دارم اونجا رقابت میکنی. ولی خب تو ایران یه دیواری کشیدن که حداقل یه ذره اولا میتونی نگاه بکنی اون ور دیوار، ببینی اه نگاه کن چه کارهای جالبی داره انجام میشه، من میگم شبیه بدم و رقابت یه ذره راحت تره. ممکنه رقابته یه ذره پارامتراش ناعادلانه باشه، درست همه میدونن اینو که رقابت ناعادلانه است، ولی به جاش رقابت یه ذره راحت تره. دقیقا همینه که کمپانی اسنپ که تو ایران ایده اوبر رو آورد واقعا بیرقیب بود، یا خیلی از برندهای دیگه، چون فقط هم بنچمارک کرد. حالا خیلی به دوستان اسنپ من احترام میذارم، ولی بیشتر بنچمارک بود واقعا. و این صحبتتون کاملا تو ایران جواب میده، موافقم. آره یه چیز دیگه هم، این حالا باز حرف آخر من، یه روحیه آدمای موفق اینه که هیچ وقت کسای دیگر رو بلیم نمیکنن، حتی اگر بلیم مال اونا باشه. یعنی همیشه، و این یه ذره تو ایران به نظر من زیاده، همیشه آدم میگه آقا من این کارو نتونستم بکنم چون دولت اینجوری بود، چون جامعه اینجوری بود، چون پارتی بازی بود، چون فلان بود، چون چی بود. اصلا این روحیه دقیقا روحیه مخالف موفقیته. اصلا این روحیه، یعنی فقط تنها کسی که این وسط باید بلیم بشه خودتونی. یعنی مسئولیت نتایجمون در درون خودمونه بیشتر تا اینکه بخواد بیشترش در بیرون خودمون باشه. مثلا یه چیزی که یعنی ملت روش ریسرچ کردن، چیز کردن، نگاه کردن، تمام آدم موفق دیدن که هیچ کدومشون یه همچین خصوصیتی ندارن، که حتی موقعی که واقعا شرایطی جوریه که واقعا این چیز از کنترلشون خارج بوده و کسی دیگه مقصر بوده، کوتانکوت، هیچ وقت خودشون، هیچ وقت دیگران رو بلیم نکردن، مسئولیت خودشون گرفتن. چند نکته عالی بود، خیلی من که سیر نمیشم از صحبت کردم با شما، ولی میدونم روز تعطیلتونه. یک دنیا مرسی. ممنونم مهیار جان، فوق‌العاده بود. قربونه، مرسی، خیلی خوشحال شدم. مرسی از همه بیننده و شنونده هم، سپاسگزارم. خدا نگهد. شب و روزتون بخیر، خدا نگهد. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم که نکات خوبی رو از این مصاحبه دریافت کرده باشید. ممنون میشم اگر سوال، انتقاد، پیشنهاد یا هر موضوعی در مورد این گفتگو دارید از طریق کامنت با ما به اشتراک بذارید. و همچنین اگر این گفتگو براتون مفیدثمر بوده، با دوستاتون و عزیزاتون به اشتراک بذارید. شب و روزتون بخیر، سپاسگزارم.